سلامی گرم به همه شما بینندگان عزیز. من کاظم نیک‌خواه هستم از استودیوی لندن، به همراه همکارانم در اتاق فرمان برنامه امروز رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید، آماده باشید که بیاین تو برنامه صحبت کنین. موضوع برنامه امروزمون هم این هست که میبینین رو صفحه، درد مشترک ما مردم چی هست. قبل از اینکه توضیح بدم اشاره بکنم که یعنی تاکید کنم که ما هستن کسانی که میان روی خط بحثای انحرافی میکنن، به ماهواره ها و تلویزیون های دیگه شروع میکنن به اصطلاح حمله کردن، برای اینکه بحث از فوکوس و تمرکزش خارج بشه. من همینجا بگم که این بحث ها رو ما با اجازه شما بینندگان عزیز قطع میکنیم، اگر و برای اینکه بتونیم سر خود بحث، سر خود موضوع، دردهای مشترک مردم صحبت کنیم. میدونیم که برخوار اهدافی که دارن بعضی ها چی هست و بنابراین و بعد خواستم تاکید بکنم که دوستان شما سعی کنین بیاین روی موضوع صحبت کنین. بعد از یک چند دقیقه تلفن ها رو باز میکنیم، پایین صفحه تلویزیون تلفن ها رو میبینین و میتونین صحبت کنین. درد مشترک مردم چی هست؟ خودتون رو به همین سوال فکر کنین خودتون که مسائل اساسی که دارین چیه؟ مشکلات اساسی که دارین چیه؟ هر کسی که تو این جامعه داره زندگی میکنه، یعنی مردم، اکثریت مردم، وقتی که فکر کنن، دیروز بینندگان میامدن گفتن که درد مشترک ما جمهوری اسلامیه، مسئله اساسی مردم جمهوری اسلامیه، مسئله اساسی مردم فقر و گرانیه، گرانی که زندگی های زیر خط فقر، حقوق ها و دستمزد های زیر خط فقر. وقتی به این یا مثلا مسئله مشترک مردم سرکوب و خفقان و زندان هست، به همین یکی دو قلم که نگاه کنین میبینین که اکثریت مردم، یعنی اون بخشی که ما اونا رو مردم مینامیم، در هر کجای ایران که زندگی کنن این مسائل رو دارن. گرانی داره به بخش‌های زیادی از مردم فشار میاره، کمر مردم رو خرد میکنه. 35 ساله که جمهوری اسلامی اومده سر کار و مدام قیمت‌ها بالا رفته، دستمزدها در واقع پایین اومده بر اساس با توجه به پایین اومدن قدرت خرید مردم، و بعد چند درغازی اضافه کردن، بیکاری 10 میلیونی الان اعلام میکنن و بیشتر از 10 میلیون، بازنشستگانی که حقوقشون پرداخت نمیشه، کارگران بیکاری که اصلا بیمه بیکاری ندارن، کارمندان و بخش‌های مختلف مردمی که تو شهر، تو روستا، تو و هر جای این مملکت زندگی میکنن، تو سیستان، تو بلوچستان، تو تبریز، تو شیراز، تو اصفهان، تو تهران نگاه کنین، میبینین این یه درد مشترکی برای بخش زیادی از مردم. یه عده خب این درد رو ندارن، مسئله گرانی فشارشون نمیاره که هیچ، دارن از قبل اون نون میخورن. یه اقلیت 1% هست که داره میچاپه، دزدی میکنه، حتی از گران کردن کالاها پول به جیب میزنه، دستمزد صاحب کارخونه است، دستمزد کارگر رو نمیدن 6 ماه و 1 سال و 2 سال، دستمزد حتی بازنشستگان نداده بودن، که یادتونه مثلا تو اصفهان بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان چندین ماه مبارزه کردن برای اینکه همون حقوق بازنشستگیشون رو بگیرن، و الان هم باز هر روز مبارزاتی داریم. و یارانه ها هست که مدام 3 سال قول دادن که اول 45,000 تومان در ما میدیم، سال 91 گفتن 75,000 تومان میدیم، سال 92 گفتن قرار بود این کارا رو بکنن، و بعد همون 45,000 تومان مونده، و بعد خودشون اعلام میکنن که تورم و گرانی بالای 40% حداقل اعتراف حکومته، ولی واقعیتش اینه که خیلی جاها تو خیلی موارد 60%، 70%، 100% قیمت ها بالا رفته، ولی چیزی که مردم دستشونو میگیره همون
دستمزدهای حقوقها و یارانه و چیزایی هست که بوده قبلا تو این چند سال. یعنی شما اگر قبلا 100 هزار تومان تو دستتون میگرفتین میخواستین بریم بیرون میتونستین یه مش چیزای باش بخرین، الان باش اون 100 هزار تومان به اندازه 30 هزار تومان، به اندازه 40 هزار تومان ممکنه بتونین بخرین، یعنی کمتر از نصف. به این بخشی از فشار رو زندگی مردمه که محرومیت و حسرت و زیادی رو خانواده ها گذاشته. بچه هاشون رو نمیتونن بفرستن، نمیدونم دکتر در دارو نمیتونی بریم، با ساده ترین مریضی ها مردم دارن تو این جامعه تلف میشن. اینا مسائل مشترک مردم هست. اعدام بالای سر همه جامعه قرار داره، سنگسار که به هر حال قوانین جمهوری اسلامی است و یک سری قوانین جمهوری اسلامی، دخالت هر روزه جمهوری اسلامی تو زندگی مردم، جوان‌ها رو میگیرن به عنوان اوباش، نمیدونم تو خیابونا میچرخونن، ابتدایی ترین چیزها رو از مردم، از زنها، از مردا دریغ کردن و گرفتن و اینا فشارها و دردهای مردمه. تو هر زمینه ای که فکر کنین، کسی که تو خونش بشینه امروز فکر کنه اینه مسائل ما چی هست، بشین زن و مردی که با هم بشینن بخوان صحبت کنن مسائلشون چیه، میدن مسائلشون گرانی هست، فقر هست، توهین و تحقیر پاسدار و یه مش اراذل و اوباش جمهوری اسلامی هست و در مورد هر چیزی که صحبت کنن بعد اگه به این سوال فکر کنین چه بخش از مردم این مسائل رو ندارن، مسئله شون نیست، دردشون نیست. آیا مردمی که تو اون گوشه مملکت دارن زندگی میکنن، تو کردستان هستن این مسائل ندارن، تو بلوچستان این مسائل ندارن، تو نمیدونم جنوب، تو خوزستان این مسائل نیست، تو شیراز، تو تبریز، همه شهرها، مشهد، همه بخش های جامعه میبینی که یه سری دردها درد مشترکه. فشاریه که رو مردم داره میاد، جامعه ای هست که یه اقلیت مفتخور و سرکوبگر و بیخاصیتی دارن روش حکومت میکنن و یه اکثریتی رو به زیر فشار قرار دادن و اینها یعنی فشار و دردها و مصائب و محرومیت‌های زیادی رو ایجاد کرده. زنا زیر تبعیض، آپارتاید جنسی در واقع، تحقیر، حجاب اجباری، قوانین اسلامی، نمیدونم نصف مرد حقوق داشتن، همه اینا قرار دارن. و هر زنی تو هر جایی که هست، چه تو بلوچستان باشه چه تو تهران، همین مسائل داره. و همینجور برین جلو. گفتم وقتی از خودتون بشینین دور میز کنار هم دیگه این سوال از خودتون بکنین، ببینین که مدام این مسائل و نکته از همینجا، از همینجا به این نکته بعدی میرسیم که اگر ما دردهای مشترک زیادی داریم پاسخش چی است؟ تلویزیون کانال جدید، بفرمایید دردهای مشترک مردم، نظر شما چیه؟ بهمن هستم از تهران. میخواستم بگم دردهای مشترک مردم گرانی، بیکاری، فقر، اعتیاد، فحشا و هزار بلایی که جمهوری اسلامی سرمایه‌داری سر ملت ایران آورد. امیدوارم روزی فرا برسه که در تهران جشن سرنگونی جمهوری اسلامی رو بگیریم و بتونیم جمهوری سوسیالیستی و حکومت کارگری رو برقرار کنیم از طریق یک انقلاب انسانی. خیلی ممنون. تشکر میکنم ازتون، مختصر و مفید. امیدوارم وقت خوبی داشته باشین در این رابطه صحبت میکنم. بله، جشن سرنگونی جمهوری اسلامی. گفتم وقتی که همین نکات فکر میکنیم بهش متوجه میشیم که 90% یا در واقع تمام مسائل اساسی مردم مشترکه. ما مردم تو اون جامعه از خیلی چیزا محرومیم، زیر فشارهای زیادی قرار داریم و یک اقلیت آخوند و سرمایدار و سرکوبگر و پاسدار با زندان و سرکوب این فشارها رو مردم آورده. وقتی درد مشترک این همه زیاد هست، اساس نکته دوم این هست که مصالح و منافع مشترکی مردم دارن. ما اکثریت مردم، ما مردم 99% به قول جوونا منافع مشترکی داریم.
و اینجاست که از نتیجه‌ای که ازش میگیریم اینه که اتحاد هست. خیلی شما میگین که ما باید متحد بشیم، ما متحد نیستیم، تفرقه داریم، نمیدونم فلان. من فکر نمی کنم تفرقه به اون شکل وجود داشته باشه که مردم علیه مردم، یا مثلا خیلی ها تلاش میکنن، حالا بعدا در این رابطه صحبت میکنن. ولی دیروز یکی از بینندگان سوال کردن آیا اگر تو نمیدونم بلوچستان، تو زابل، تو زاهدان کسی رو اعدام میکنن، مردم شیراز، اصفهان و تهران و یا اهواز اعتراض میکنن، هم صدا میشن باشون؟ آیا اگر تو کردستان کسی رو اعدام میکنن یا زیر سرکوب قرار میدن، مردم شهرهای دیگه، بخشهای دیگه اعتراض میکنن؟ و همینطور الی آخر. این داره به ما میگه دردهای مشترک و اساسی ما مردم یکیه. یه عده سعی میکنن تفرقه بندازن، جدا کنن مردم رو. حالا تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنین. شما روی خط. سلام، خسته نباشید. سلام به شما. بله بفرمایید. سلام، خسته نباشید. حال شما خوبه؟ بفرمایید، نظر شما چیه؟ آیدیو دردی مشترک ما بدبختی و فقره. من 30 سال تو کار دولت بودم، 30 سال همینطور وام پرداخت میکنم، الان تا بمیرم هم وام پرداخت میکنم. حقوقم 380 تومنه، مسکن ندارم، این همه زمین دادن به همه، من یه وجب زمین از دولت نگرفتمه. بله. مخابرات کل همینطور فروختن، همینطور ارزون حراش میزنن به مسئولین. بله، میتونم بپرسن شما گفتین شما مسکن ندارین، چجوری زندگی؟ مسکن دارم، مال پدرینه. بله بله، مال پدرین، ستا پسر دارم، یکیش میخوار ازدواج بکنه، مسکن نداره. بعد شما باشیش، شما باشیش 180 هزار تومن که گفتین، چجوری زندگی میکنین؟ آیا میتونین غذا، معاش، گوشت؟ با فقر، یه وقت نار میخورم، یه وقت چیز میخورم، یه وقت برمه دو بسکوتی میخورم با چایی. فکر میکنین فکر میکنین که چند درصد مردم همین مسائل و مشکلات شما رو دارن؟ نصف بیشتر دارن. دقیقاً به هر حال نصف بیشتر دارن، نصف یعنی 75 درصد دارن. دقیقاً به هر حال 70 درصد دارن، 70 درصد فقرن، بقیه همه کلشون خودشون دو مسکن دارن، سه مسکن دارن، حرچه موهی دارن، زراعت میکنن، کار دیگه میکنن. بله بچه هاشون عروسی میکنن، به آسونی آپارتمون براشون میخرن. میتونم بپرسم مخابرات مفت دادن به مسئولین؟ میتونم بپرسم شما از کجا زنگ میزنین؟ من از خوزستان زنگ میزنم. بله، درود به شما از خوزستان، خوب کردین اومدین زنگ زدین، مدام بیاین حرفات. بله ایجو باشی ببین اینا مخابرات چی دام. صداتون قطع شد متاسفانه، ادامه بده. سیتا مسکن بودن فرخته که مسئولینه که 35 میلیون تومن مسکن 250 متری، یکی 35 میلیون تومن قسطی فرختن بشون به دولتی ها. من یه وجب به حالا 30 ساله به ندادنه. بله، که برای بچه هم باشه. بله، من از شوشتر زنگ میزنم. بله، لطف کردین زنگ زدین، به نکات خوبی اشاره کردین، امیدوارم دوستان دیگه بیان. دقیقات بکنید، اگر درو گفتن هر چی میخواد بگویید. بله، گفتن که نکته جمله آخرشون نفهمیدم چی گفتن، ولی نکاتشون شنیدین که گفتن به هر حال مسکن ندارن، 680 هزار تومان حقوق، یه وعده غذا میخورن و همه نکاتی که گفتن. اینا مسائل، یک بخشی از مسائل اساسی امروز مردم تو جامعه ایران هست، تو جامعه‌ای که گرسنگی، نون شب، سه وعده غذای سیر، اینها الان شده مسئله. و ما، پاسخ ما مردم چیه؟ پاسخ جوابش چیه؟ به این مسائل باید فکر کنین تا بدونین که ما چی داریم میگیم و چگونه میتونیم اینا رو کنار بزنیم، این درد رو، این مشکلات رو حل بکنیم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنیم. سلام آقای نیک، خسته نباشید. منشأ و سرچشمه تمامی مشکلات جامعه
به نظر من وجود جمهوری اسلامی و درد مشترک مردم، وجود جمهوری اسلامی ما متحد بشیم جهت سرنگونی این حکومت کثیف جمهوری اسلامی و مدافع سیستم سرمایه دار. میتونی یکم بگیم معنیش چیه؟ به اصطلاح وجود جمهوری اسلامی مثلا برای مردمی که تو تهران، تو شمال، تو بلوچستان، تو کردستان زندگی میکنن معنیش چیه از نظر شما؟ جمهوری اسلامی هیچ فرقی نمیکنه چه شمالش، چه جنوبش، چه شرقش، چه غربش، مدافع سیستم سرمایه‌داری ما. و سیستم سرمایه‌داری هم یعنی تحمیل فقر، یعنی تحمیل استبداد، یعنی تحمیل نابرابری، یعنی تحمیل نابرابری سیاسی و اقتصادی، یعنی اعدام، یعنی اعتیاد، یعنی خرافات. یعنی جمهوری اسلامی چون مدافع این وضعیته، پس درد مشترک ما همین وجود جمهوری اسلامی. ما باید تنها راهمون همینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بکنیم تا بتونیم بگیم یه روزی یه نفس راحت بکشیم، بگیم حالا آزادیم، آزاد شدیم. تشکر میکنم. در مورد تورمی که شما فرمودی، ولی فکر کنم یه اشتباهی پیش اومده. 70% و 30% و 40% نیستش، 300% تورمه. ما دو سال پیش یارانه ای که این احمدی نژاد میمون یارانه رو اینجوری کردن 45 تومن قرار شد، به قول شما که فرمودی قرار شد سالهای دیگه بالا و بالاتر بره، هیچ که بالا نرفته. فعلا فکر کنم دارن زنزنه میکنن که گویا قطع کنن این یارانه رو. مردم باید اینجا با اعلام این که اینا اعلام کردن که میخوان قطع کنن، فقط تنها راش اینه، مردم باید بریدن به خیابان بگن همون جوری که یارانه رو میخوان قطع کنیم، قیمت ها رو باید برگردیم به 4 سال پیش. دقیقاً. در غیر این صورت جمهوری اسلامی گور خودشو داره میکنه. تشکر میکنم از تون. دوستان دیگری روی خطن، نکات بسیار خوبی گفتن. به هر حال همون جوری که قیمتا رو بردن بالا، به اسم این که یارانه داریم میدیم، الان یارانه رو میخوام قطع کنم، باید مجددا قیمتا رو برگردن سر جای اولش. تشکر میکنم از تون، نکات بسیار خوبی گفتین. و در مورد یارانه ها دقیقا همین که دوست عزیزمون میگن، چند سال دارن تلاش میکنن قطع کنن که نتونستن، ولی الان تصمیم گرفتن. به شما خودتون میدون گفتن که هر کسی باید بیان تقاضا کنن، به بخشی از مردم میدیم، به فقیر فقرا میدیم، و معلوم نیست فقیر فقرا کی هستن. تلویزیون کانال جدید، بفرمایید شما روی خط هست. بله، سلام به شما. سلام به شما دوست عزیز. بفرمایید دوست عزیز. خواهش می‌کنم. آقا یه دونه درد ما داریم. ما الان هفته از تهران زایمت میشم. بله بفرمایید. از تهران زایمت میشم. ما الان 75 سالمه. خب. بله. با دردمون به چی بگیم؟ حتی آزمون یه چی دارم کورم ندارم. باید چی کار کنیم؟ ادامه بدین. بله. بله ما عرض کردیم دیگه. ما الان مثلا یه کسی هستیم نه بازنشستگی داریم. تو شغل منم بنایی بوده. خب بله. الان رسیدیم 7 آسمان یک ستاره پول نداریم. الان بود درد اون چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ شما تو خود بگید الان هم درد ما به جای بیدن به اینجا بایی تو ایران بایی همچون مسئله هست. بله بله، دقیقا ما بارها صحبت کردیم و شما هم خوب شد صداتون پخش شد. میتونم بگم شما بالاخره درآمدتون رو چه جوری تامین میکنید؟ من شما قصدی دیدم که به شما قسم بخورم، ما درآمدمون صفر. شغل الان چه دور 75 ساله. خب بله، دور 75 سال. الان میگم که عرض کردم که ما الان تو شغلان بنده یا الان 75 سال دیگه به ما کار نمیدن که. نه میگم برو هر کار مورد. متاسفم. اگر میتونید دوباره زنگ بزنید، صداتون خوب نبود ولی مفهوم بود، فکر میکنم بیننده هم شنیدن. دوست عزیزمون گفتن 75 سالشونه، هیچ درآمدشون صفره، با حقوق بازنشستگی نمیگیرن. این هم یه مسئله بالای سر همه مردم این جامعه است، جوان و پیر. حق بازنشستگی جز حق بدیهی و ابتدایی هر بنی بشری است. وقتی به سن بالا میرسه بالاخره بتونه زندگی کنه. میگن اونایی که 10 سال سابقه کار یا بیشتر دارن رو فقط به حق بازنشستگی میدن، تازه اونم یه حقوق بخوره نمیر. گفتم حتی اونها هم چندین و چند ماهی حقوقاشون رو قطع میکنن.
ولی میلیون ها نفر مثل همین دوست عزیزمون هستن که الان اومدن از تهران صحبت کردن که میگن من کار از 75 سال نمیتونم، کسی بهم کار نمیده. چرا باید کار بکنی؟ چرا کسی که 75 سالشه حتی اگه کار بهش بدن چرا باید کار بکنه؟ تلویزیون کانال جدید بفرمایین، درد مشترک مردم. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایین. یک آقای خواستیم این درد مشترک مردم بیکاریه. بله بیکاریه، اصلا درصد بیکاری خیلی بالایی. شما خودتون بیکارین؟ آره بیکاریم، چند سال بیکارم. اگر بخواد بیکار پنج ماه بیان کار بکنیم حقوق یه ماه معلوم نیست که برم. بر موقعی که بیکار هستین بیمه بیکاری میگیرین؟ هیچی نداریم، نه بیمه، هیچی بیمه نداریم. فکر میکنین بالاخره کسایی که بیکار میشن باید حقشون چیه؟ حقشون بیمه، حداقل بیمه درمانی رو باید داشته باشه که موقع مریضی و این زمین بیپولی و بدبختی حداقل بتونه خودشون رو درمان بکنه. تشکر میکنم که اومدین روی خط. میتونم بپرسم از کجا زنگ زنی؟ از ایران. بر لطف کردین زنگ زدین. بیکاری بسیار نداشتن هیچ درآمدی و همطور که میبینیم الان چند تا از رفقا از دوستان اومدن صحبت کردن میگن که در مورد فقر و گرانی و بیکاری و بازنشستگی بدون حقوق اینها مسائل اساسی مردم هست اون جامعه و سر تا پای این جامعه، یعنی اکثریت 99% مردم مشکلاتی از این قبیل دارن. دوست عزیزمون برگردم به یارانه ها، حالا در مورد این دوستمون که گفتن بیکار هستن صحبت میکنن که مسئله اساسیه. حالا اجازه بدین تلویزیون کانال جدید شما روی خطین، بفرمایید صحبت کنید. درد مشترک مردم از نظر شما چیه؟ آقای میخوا همین از اون مسابقه فوتبال بین استقلال و شباب عربستان تموم شد به نتیجه یک بسته سنف عربستان. میخواستم از جوانها خواهش کنم از این فرصت استفاده کنن صدای اعتراض خودشون رو بزرگ به گوش مجامع بین المللی حقوق بشری برسونن و صدای اعتراض خودشون علیه جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری که ما رو به فلاکت کشونده، ما رو به اعتیاد کشونده، ما رو به فحشا کشونده، ما رو به بدبختی کشونده نشون بدن. این صدای اعتراض میتونه از سراسر تهران تمام‌انداز بشه. لطفا از این فرصت استفاده کنید. بعد مردم تهران خواهش میکنن بیرون بیان و بتونن اعتراض خودشون رو به مجامع بین المللی برسونن. خیلی ممنون. من هستم از تهران. نه از نظیر میلیت شامی زنده باد کسید کمیونیست کارگری، زنده باد سوسیالیست، زنده باد مسیح. تشکر میکنم ازتون. گفتن مسابقه فوتبال تموم شد بیان بیرون و اتفاقا تو ایران معمولا هر موضوع سیاسیه و از جمله مسابقه فوتبال و فراخوان این دوست عزیزمون بهمن از تهران این بود که بیام بیرون و این موضوع مسابقه و اینها رو تبدیل کنین به یک موضوع اعتراض، همونطور که بارها این اتفاق افتاده علیه جمهوری اسلامی. نکته بسیار قابل توجهیه. امیدوارم دوستانی که به هر حال میشنوند تلاشی بکنن. تلویزیون کانال جدید بفرمایید شما روی خطین، درد مشترک مردم چیست؟ نظر شما چیه؟ متاسفانه صداتون قطع شد دوست عزیز، امیدوارم که دوباره تلاش کنین بیان روی خط. و گفتن یارانه ها رو میخوان قطع کنن، اینم یه مسئله است که خود یارانه ها قطعش چند صد در صد به قول این دوست عزیزمون به درست گفتن قیمت ها رو بالا برد. از سال از موقعی که یارانه ها رو شروع کردن قیمت ها هر سال 100% و بیشتر بالا رفته. من بحثم سر این بود که خود دولت اعلام کرده که تورم امسال 41% و بسیار بیشتر از این حرف هست. ولی به هر حال منظورم اینه که یارانه ها رو قطع کردن، قیمت ها رو بالا بردن، الان دارن تلاش میکنن یارانه رو قطع کنن، یعنی یارانه نقدی رو هم قطع کنن. تلویزیون کانال جدید بفرمایید شما روی خط این صحبت کنید. جدید شاه
درود بر شما. درود بشه. درود بر شنوندگان و دستاندرکاران و زحمت کشان شما. تشکر میکنم. درود به تمام سوسیالیست ها، کمونیست های جهان. و اما درد ما خیلی زیاده. یکی دوتا نیست. آقای گفت 75 سال من بیکارم. من 82 سالمه. بیکارم. بیمارم. در خانه نشستم. هیچ گونه حقوقی ندارم. مزایایی ندارم. تا حتی بیمه درمانی هم ندارم. 3 نفر در خانه نشسته یه خانه خرابه کلنگی داریم. درد ما فقط تنها بیکاری و درمان و فلان نیست. رشوه‌خواری، بی‌عدالتی، بی‌بندگاری ایجاد میکند. گرانی و همه اینها دست به دست هم داده. اصلا ما زندگی نداریم. هوا نداریم. نفس کشیدن نداریم. ما مفتی مفتلزینه زندگیم. زندگیم بی خود. و امیدواریم شما انشالله کاری بکنید و یک نجاتی برای این مردم، مردم را آگاهی بدیم، مردم دست به دست هم بدن. 35 سال گذشت، نباید اینا 35 سال حکومت میکردن. اینا یکی دو سال اول باید به قبض روح میشدن و میرفتن. مردم بی‌تفاوتن. چقدر باید وایسیم؟ تمام رفیقای ما مردن، از بین رفتن. من الان یکی که میبینید از جنگ دوم جهانی به این طرف زنده هستم. الانم زنده متحرکم. درست زنده هم. چند بیماری دارم. حقوق نداریم. درمان نداریم. دکتر نداریم. یه خانه خرابه دارم. یه مغازه نصفه نوان مغازه دارم. با اجاره اون 750 هزار تومان با 3 نفر داریم زندگی میکنیم. تشکر. یه حقیقت هست، یه صداقت هست، یه محبت هست. دروغ در ذات ما نبوده و نیست و نخواهد بود. تشکر میکنم از تون. تشکر میکنم از تون. درود به شما. بله دقیقا کاری که کردین هم صدای شما صدای تکوندنده‌ای هست که خیلی از مردم رو متحد میکنه برای اینکه ریشه این ظلم و جور رو بکنیم که قابل تحمل نیست واقعا. انشالله. تشکر میکنم هستم. بله درد ما اینه. درد ما اینه که یه عزیزی 82 سالشه، عزیز دیگری 75 سالشه و باید تو فکر نون شبش باشه، توی هلفتونی زندگی کنه، مسکن نداشته باشه، درمان نداشته باشه، با حقوق بازنشستگی نداشته باشه. واقعا همین دو موردی که اینجا اومدن صحبت کردن که چندین میلیون ما بازنشسته تو مملکت داریم که تو این وضعیتن، خود این یعنی مرگ بر جمهوری کثافت و دزدان اسلامی. واقعا کسی که 75 سالشه یا 82 سالشه چرا باید باز حسرت و محرومیت بکشه؟ تلویزیون کانال جدید بفرمایین شما روی خط این صحبت کنید. سلام خسته نباشید. سلام به شما دوست عزیز. ضمن تشکر از برنامه خوبتون که صدای این کارگرا رو اینجا پخش میکنید. چون تو تلویزیون میگن که صدای کارگرا رو پخش نمیشه. باز خدا خیرتون بده که این صدای کارگرا رو از همین طریق شبکه به کل جهان میرسیم. بخواستم بهتون بگم این بنده خدا زنگ زد گفت ما بیش از 70-80 سن نمونه هم نه بیمه داریم نه بیکار نه کاری داریم. درست شدی الان جوانای به حساب هستن که خرج خونه و زندگی دارن میدن همهشون بیکار. الان شما اگه یه آمار از به حساب جوانا بگیریم حدود 70-80 درصدشون بیکار هست. بله دقیقا. ادامه بدین. این شما بله این من الان من حدود 15 سال دارم کار میکنم. الان یک سال مدام بیکارم. بیکار یعنی کار ندارم. کار در ساختمون نوستم. اینو میخواستم یعنی به هر طریق شبکه‌تون اعلام کنم. من یه سوال دارم از تو. ما میگیم
اجازه بدین شما خوب کردین اومدین زنگ زدین، باز هم بیاین این برنامه صدای شماست، تریبون شماست. ولی این موضوعی که الان ما گذاشتیم، فکر میکنین خود شما گفتین که 70-80% جوان ها بیکار هستن، به نظر شما خود شما این چیکار باید کرد؟ فکر کردین به این مسئله؟ دیگه این کاریه که باید این دولت مردا یه کار بکنن، ما که نمیتونیم کار بکنیم. دولت مردا کارش، دولت مردا که دارن همین کار می همین بله بله خرج خانواده‌شون چیکار کنن؟ تشکر میکنم ازتون، ولی شما خودتون جوونی که زنگ زدی الان شما باید کاری بکنین. 70-80% یعنی چند میلیون جوون، چند میلیون بیکار، چند میلیون بازنشسته، چندین میلیون زن تحت ستم. ما میتونیم، همین در مورد یارانه ها صحبت میکردم، طرحشون این بود از 4 سال پیش یا از حتی قبل از سال 88 که فقط به 40 میلیون نفر یارانه بدن. بعدا چرا به همه 75 میلیون دادن؟ از ترس اعتراض شما که این ور اون ور بیانش کردین، همین حرفاری که زدین، اومدین تو این تریبون، تو خیابون، تو صف گوشت اتوبوس و همه جا گفتین قبول نمیکنین و مجلس اسلامی تصویب کرد که یاران ها به همه پرداخت شد. الان دارن میخوان دوباره قطعش کنن. سر بیمه بیکاری، جوونی که بیکار، جوون یا هر کسی که آماده به کار هست و کاری براش نیست، حق بدیهی انسانی و غیر قابل به اصطلاح کنار گذاشتن انسانیش هست، اولیش هست که بیمه بیکاری داشته باشه. یه حکومتی، یه عده اومدن میگن ما حکومتیم، دولتیم، باید زندگی تک تک مردم رو، پیر، جوان، بیمار، علیل، نمیدونم زن، مرد، باید تامین بکنن. یا کار یا بیمه بیکاری، این شعار شما باید باشه. باید بریزیم بیرون، تظاهرات، تجمع، اعتراض، حرف جمع کنیم دوستانتون رو. این هم یکی از دردهای مشترک میلیون ها نفره، حتی درد مشترک همه شاغلین هست که تهدید بیکاری بالای سرشونه و دستمزدشون رو پایین میارن. کارگری که شاغل هست مدام تهدید بیکاری بالای سرشه، یه دستمزد زیر خط فقری بهش میدن و اگر اعتراض کنه میگن اخراجت میکنیم، 2 نفر بیکار دیگر میاریم سر جات و با حقوق کمتر. بیکاری رو باید ریشه‌کن کرد و با اعتراض ما میتونیم این کار بکنیم و این یه درد مهم ماست تو این جامعه. چندین میلیون، خودشون میگن بالای 10 میلیون بیکار تو اون جامعه است. تلویزیون کانال جدید، بفرمایید درد مشترک مردم چی هست؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، ما بارها و بارها زنگ زدیم، صحبت کردیم، گفتیم این مردم تا زمانی که هماهنگ نشن کاری نمیتونیم بکنیم. این هر که میاد رو کار وعده ضعیف میدن، جز وعده ضعیف و دروغ و کلک چیزی دیگه این ندارن. با زمانی که حکومت آخونوری کاره همینه، تا ملت مثل زمان شاه امت به خرج ندن، خیریت به خرج ندن، تو خیابون نریزن، همینه. برمه میتونم بپرسم از شما از کجا زنگ میزنین؟ من از شهرستان کرج زنگ میزنم. بله. یک کارگری دفعات دست پوچوله هستم، شب عید بیکارم، کرام مایل مندم، همه اینا وعده وعید مندنم سهام عدالت میزونیم فردا میدیم با امید. مردم همین جوری این که بچه یه چیزو میخواد بابا یه شکلت میده دستش که بخون شیر بسن، این همین آقای خامنه خودش کاخهای ضد گلوله درست کرده، ماشین ضد گلوله سوار میشه، حرفی که میزنی نمیرسه که بهش گلوله میمونه که دیگه قربان بر میگرده. همین آقای رئیس جمهور بعد وعیدهایی که به اون داد، دروغهایی که گفت بدتر از احمد نژاده، سگ احمد نژاد میارزد بکی اگه سگم اینو کمتر است. ظلم تا که چقدر به قسمت جماعت کارگری ظلم میشه، نه بیمه دارید، نه نمیدونم، میری شکایت میکنی تو بیمه
به جایی که طرفداری از کارگر بکنه طرفداری از سرمایه‌دار میکنه. رفتم بابا بیمه به جایی کسی دیگه رد میکنه، یه زنشو میگم بیمه من رد نمیکنه، میگه کار نکن. خب کار نمیکنم، ولی ببینم الان با این وضعیتی که دارم با این سنی چی به داده من میرسه، چی به کار من میرسه. بابا مردم گوش ندیم به هر سینا، همونجور که تو کانال یک میگفته که 12 اسفند روزنامه نخریم نشانه اعتراض میکنه نشون بدیم، مردم غیبت داشته باشیم نخریم نشون بدیم که بابا نارضایتی زیاده، بغاوت دستی زیاده. میرن یه ادتی اون راپل مانگه نماز جمعه برای اینکه خودی نشون بده شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه میده، بعد همون آدم میاد برای نرسیده سامان به کالا سکته میکنه برای 80 تومن، ننگه برای یه ایرانی. ایرانی هم گوش میده بمیره دنبال اینجا سوزش نباشه. تشه برای صداتون قطع شد. اینا دردای این جامعه است که از ته دل داره بلند میشه، که در واقع دارن میگن باید متحد بشین، جمهوری ضد، جمهوری فقر، جمهوری گرانی، جمهوری فلاکت مردم رو به زیر بکشیم. بیکار، جوان، بازنشسته، زن، مرد، اینا داره میگه که درد مشترک مردم چی هست. و ما مردم باید تلاش بکنیم جواب این مسائل، این درد رو هم بدونیم، یاد بگیریم، فکر کنیم. از این دوست عزیز جوانمون که گفتن بیکار هستن پرسیدم که خب فکر میکنین چی کار باید کرد؟ گفتش مگه دولتی ها باید کاری بکنن، ما کاری از دستمون بر نمیاد. جواب این نیست. میدونم خیلی ها فکر میکنن کاری نمیشه کرد، ولی میشه. دقیقا ما میخواییم از این درد مشترک به این برسیم که کار مشترکی میتونیم بکنیم. ما تو این جامعه‌ای که اعتصاب ممنوعه، اعتراض ممنوعه، تظاهرات ممنوعه، شما بیادتون بیارین سال 88 میلیونی گفتین مرگ بر خامنه‌ای. کار ندارم ولی حالا بعدا بیشتر صحبت میکنم. تلویزیون کانال جدید بفرمایین، نظر شما چیه؟ سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم. نظر خود در روی درد مشترک مردم، من میخوام راجع به حقوق کارگران صحبت کنم. تهران کار میکنم، 5 سال سابقه کار دارم، رشتهام برق صنعتی. اینا حقوق همه کارگران، حالا چه اونایی که تعمیراتی هم، چه مثلا که پرستاری هم، پرستار ها، سیچکار ها و تعمیراتی ها، اینا همه 500 487 زمستون 516 تومن تو فصله که 31 روزه، ماهی که 31 روزه. حالا نمیدن میریم وزارت کار، میریم بیمه، سازمان تامین شما، اینا میپرسیم میگه آقا شما لیستتون همه کارگر ساده رد میکنن. اینجا هم یعنی صاحب کارها از کار شرکت ها میگه میگه دوست داری کار کنه، دوست نداری کار نکنه. اینجا ما درد ما اینه، درد واقعا درد همه کارگران اینه که با 500 تومان حقوق یه کارگر با بچه و تشکیلات و اینا چطور میتونه زندگی کنه تو این جامعه با این گرونی، با این هزینه‌های واقعا فراوون. اونا میخوام اینو مطرح کنم، بالاخره درد ما کارگر کنم. اگه میخوایم پخش کنیم، میخوایم پخش هم نکنیم. نه، صدای شما پخش شد، صدای شما پخش شد همین الان. خودتون هم یک کمیشو میشنوین و خوب کردین اومدین. بازم بیاین صحبت کنین که این تریبون، تریبون شماست، تریبون شما کارگرا، بیکاران، بازنشستگان، تریبون شما مردم، زنان و همه مردم هست. تلاش ما این هست، این تریبون رو برای این تلویزیون رو برای این را انداختیم، این حزب اصلا برای این درست شده که مردم رو متحد کنه برای یک زندگی انسانی. حالا میرسم به این که از این که درد مشترک رو میگیم به کجا ما برسیم. گفتم دوست عزیزمون، بله، این دوست عزیزمون الان کارگری که گفتن 5 سال سابقه کار دارن با 500,000 تومان و نمیدونم 400,000 تومان چجوری میشه زندگی کرد؟ معلومه که این یه دردیه، اینا تکوندنده است. اینا خود شما میدونین وقتی که یک بازنشسته 75 ساله یا 82 ساله میگه من هیچ
حقوقی ندارم، بیمه درمانی ندارم، معنیش چیه؟ چه فشارهایی باید تحمل کنه؟ میتونه برای دیدن یه بچه هاش، میتونه یک هدیه کوچولویی برای نوش بخره؟ جوونی که میگه بیکارم و حقوق ندارم یعنی چی؟ یعنی مدام زیر فشار و بی آیندگی و بی امکاناتی و بی ثباتی زندگی بکنه. و بعد اینا یه بخشی از درد اساسی مردم اون جامعه است. در هر گوشه ای از این مملکت میلیون ها نفر بیکار، میلیون ها نفر بازنشسته، کارگری که حقوقش زیر خط فقر هست. اینها مسائل اساسی هست که ما میتونیم بهش به اصطلاح جوابشو بدیم، ما مردم. نکته که من میخوام بگم و هدف ما از این برنامه این هست که به قدرت خودمون، به قدرت اتحاد خودمون فکر کنیم. جمهوری اسلامی و دولت مردا هیچ غلطی نمی کنند به نفع ما، مدام تو فکر جیبای دزدی های خودشون هستن. الو بفرمایید، شما روی خط بفرمایید. سلام به شما. سلام علیکم، خسته نباشی آقای نیکا. تشکر میکنم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام آقای نیکا. آقای نیکا ما با درد ما به کی بگیم؟ اش معلوم بود. و این دردهای مشترک، این فریاد مشترک که همینطور داره از جان الان چندین کارگر بیکار، کارگر شاغل که از فقر و از نداری دارن مینالن و فریاد میزنن و اعتراض میکنن، اینا داره میگه که ما مردم قدم باید برداریم. داشتم اینو میگفتم که سال 88 میلیونی شما اومدین گفتین مرگ بر خامنه ای. 6 ماه 7 ماه تو اون جامعه این شعار تو تهران و شهرهای دیگه داشت میپیچید. این حکومت سر جا موند، به این دلیل موند که اونایی که تو به عنوان رهبر اون جنبش شناخته میشدن درد مردم رو نداشتن، مسئله شون مردم نبودن، رقابت های بالا تو خودشون مسئله بود، بازگشت به دوره خمینی مسئله شون بود. ولی من میخوام بگم ما میتونیم این کارو بکنیم دوباره و تا آخر ببریم امرمونو. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، روی خط این صحبت کن. درود بر جناب نیکا، خسته نباشید آقا نیکا. آقا نیکا، درد مشترک مردم چیه؟ به نظر من درد مشترک مردم نداشتن درد مشترک دو احساس نکردن درده. به نظر من درد مردم اوکراین و تایلند و ونزوئلا بخوره تو سری مردم بی درد ایران، بیشتر ملت بی غیرت ایران. بله، من شما فکر نمی‌کنید این همه بالاخره جمهوری اسلامی مقصر اصلیه، این همه اعتراض داره میشه و اینا مردم دارن یک کار 1% جمهوری آخوندی کسافت مقصر، 99% ما ملت مقصر. من خودم میگم ما مقصریم، از ماست که بر ماست. ما اگه نمی‌خواستیم این وضعیتمون نبود. من خشم و اعتراض شما رو میفهمم، ولی به نظر شما حالا که چه کار باید کرد؟ به نظر من باید همه دستشون رو بدن به دست زمین، گرسون و فساده بگنن، یه دولت مردمی خوب بیارن سر کار. سرعتمند کردیم کشور دنیا هستیم، ملت زندگی خوب بکنن. وقتی که اینا نمیفهمن یعنی احساس درد ندارم. تشکر. اینجا 70 کشته دادن، 3 ماه ضبط کردن و جمهور بقرار در رفت چیز اوکراینی ها. تایلند همینجور، ونزوئلا اینا بلند شدن همینجور، مصر همینجور، تونس یه نفر یه معلوم تو ویلچر کشته شد بلند شدن. ایران روزی چند نفر داره خودکشی میکنه و میکشن، یکی هر روز سراش در نمیاد. اون ملت حقشو نمیدن. وقتی که میگن خلایق عرضی لایق، به نظر من واقعا 95% ملت لیاقتشو نمیدن، 5% هم توشون میفهمن زرد میکشن. تشکر میکنم ازتون، صحبت میکنم. الان چون صحبت کردن در مورد خودسوزی یادم افتاد یادآوری کنم که متاسفانه کارگر شرکت نفت که دو هفته پیش بود برای مقابل روحانی خودسوزی کرد و 55% گفتن به اصطلاح سوزه تلف آسیب دیده، متاسفانه جانش از دست داد و درگذشت. من اگر دوستانی اسم این کارگر رو میدونن بیان روی خط صحبت کنن، یا من از جانب همه
کارکنان تلویزیون کانال جدید، به خانواده و بازماندگان این کارگر تسلیت میگم. و به طور واقعی این دوستمون گفتن که تو تونس یک نفر خودسوزی کرد، مردم بلند شدن. بو عزیزی یک کارگر دستفروش بود، خودسوزی کرد و مردم رژیم رو به زیر کشیدن. ما تا حالا چندین مورد بوده. اون جوانی که تو مترو تهران خودش رو جلوی مترو انداخت و جان سپرد بلافاصله اونجا، و این کارگر و نمونه های دیگری هم داشتیم. اینا داره میگه که خشم و عصیان و دردی که تو اون جامعه است چقدر عمیقه، و اینها رو باید به موضوع اعتراض تبدیل کنه. مطمئنن این اتفاق خواهد افتاد، مطمئنن این جامعه که داره از این همه خشم میسوزه بلند میشه و این حکومت رو به زیر میکشیم. ولی باید تلاش بکنیم که هرچه سریعتر، هر روزی که این حکومت بیشتر سر پا بمونه، نتیجهش یه مش تلفات، یک مش قربانی شدن، یک مش به اصطلاح از بین رفتن مردم است. تلویزیون کانال جدید، شما روی خط هستین، بفرمایید صحبت کنید. الو، سلام به شما، بفرمایید نظر شما چیه؟ بله بفرمایید. تشکر میکنم. آقا نیفا این آقای نامرد کثیف، این رئیس جمهوری که الان رو کار اومده، آقای روحانی نامرد، این ملک کوته کرد، اینا همه شون به سگ منافق خود گیرن. این ملت بردخ همه شون زیر سخت الان یه سنده کالایی دارن توی ایش چهر ساله که هنوز الان نزدیک 5-6 نفر مردن به خاطر این سنده کالایی که دادن. الان این یارانه که برای این ملت دارن هیچی همش الان دارن اثارتت میزنن چون فکر ملت نیستن. یعنی این آخوانده نانت باید آتششون بدی باید ملت بلند بشن، ملت همه همدست باشن. تشکر میکنم از دقیقا لطف کردین زنگ زدین. بله میگن مردم باید بلند بشن علیه این آخونده، علیه کل جمهوری اسلامی. و فکر میکنم که الان هر کسی که اومده صحبت کرده میگه جمهوری اسلامی رو باید به زیر کشید، و تک تک شمایی که میگن هر کدوم نماینده چندین میلیون آدم، مردم اون جامعه هستین، این هیچ تردیدی درش نیست. تلویزیون کانال جدید، بفرمایید نظر شما چیه؟ سلام به شما دوست. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشید. من سعید یام هستم، از مشهد مزاحمتون میشم ایران. بله ادامه بده. زنده باشین. والا درد مشترک مردم که دیگه الان مشخص شده، دیگه مثل یک حاله این اقتصاد، این وضعیت وخیم اقتصادی دور مردم رو گرفته و مثل اینکه حالا هم دست بردار نیست. والا درد مشترک مردم این روزایی که اینکه پول نیست، یعنی در خانواده های زیر متوسط شما نگاه کنید مصرف مواد غذایی تو کشور نصف شده نسبت به سالیان قبل. مقصرش کیه؟ مقصر کیه؟ مقصر این اوضاع کیه؟ مقصر مشخص دیگه، مدیریت سو، مدیریت ناشایست. وقتی که از روی آقازاده بازی و از روی صداتون قطع شد متاسفانه، گفتن از روی آقازاده بازی، منظورشون دزدی‌های کلانیه که تو اون بالا وجود داره. اون دوست قبلی اونم به سبد از مشهد فکر میکنم بودن، از بله اون دوست عزیزم دیگه اونم از گفتن که از سبد کالا صحبت کردن، و تو برنامه دیگه بهتون گفتم که کسی که وزیر صنعت و معدنی که وسترا مسئول این سبد کالا هست جزو میلیاردرهای بزرگ و دزدان بزرگ این جامعه است که تو دنیا به عنوان سرمایه‌دار نعمت‌زاده، به عنوان سرمایه‌دار کله گنده حساب میشه، و ایشون قرار سبد کالا بدن به مردم. تلویزیون کانال جدید، درد مشترک مردم چی هست از نظر شما؟ الو شما روی خط این صحبت کنین، از که صدای ما رو ندارین. متاسفانه یه مشکل داشتین که صداتون نیومد، امیدوارم که دوباره بتونین زنگ بزنین صحبت کنین. بله
مردم دارن میگن به قول اون دوستامون درد مشترک خود جمهوری اسلامیه، گرانی جمهوری اسلامیه، سرکوب جمهوری اسلامیه، دزدی ها مال جمهوری اسلامیه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید نظر شما چیه؟ سلام به شما، بفرمایید. شبتون بخیر آقا نیکو. تشکر میکنم، شب شما هم خوش، بفرمایید. خوبه. والا ما هم دل خوشی از این آخونده نداریم آقا نیکو، ولی این آقایی که دقیقه 25 زد خیلی آدم بی‌تربیتی بودش که توهین کرد به همه مردم ایران. شما برحال درد مشکل مردم رو چی میدونین؟ مقصر این اوضاع رو چی میدونین که شما گفتین موافقین در این رابطه صحبت کنین؟ من صحبت کردم. آخوندان خوشی فکر کنین شما. بله؟ ولی باید این بند خدا همین دیرید با قول معروف توهین کنه به همه ایرانی ها. الان صحبت میکنم. شما صحبتتون کردین، ازتون خواهش میکنم که بیشتر در این رابطه صحبت نکنیم، من بعدش صحبت میکنم. ایشون از عصبانیتشون، از اینکه مردم باید بلند شن جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن صحبت کردن. ولی شما نظرتون چیه برام؟ نه ببینید، به مردم ایران توهین کرده، همه مردم ایرانی. اوکی قبول. ما باید همبستگی اون چیز کنیم، با هم همه همبستگی رو اعلام کنیم. بله تشکر میکنم. گفتن اشارهشون به اون دوستی بود که گفتن که مردم ایران غیرت ندارن و اینا خلایق هرچه لایق. من اینطوری فکر نمیکنم، یعنی فکر نمیکنم که خلایق هرچه لایق، یا مردم نمیدونن، مردم نمیتونن، مردم نمیخوان، مردم نادانن. اینطوری نیست. یک حکومت جنایتکار اومده سر کار و تو همین جامعه، تو همین زیر اختناق جمهوری اسلامی، هر روز ما شاهد اعتصاب و چند تا اعتصاب کارگری هستیم، شاهد اعتراض زنان هستیم. الان اینا میگن که وا اسلام، ما اسلامشون از بین رفته، زنا حجاب رعایت نمیکنن. اینا چیه؟ پرستارا تجمع میکنن، نمیدونم بازنشسته ها اعتراض میکنن، کارگرا تومار 40,000 تایی امضا میکنن، افزایش دستمزد میخوان، مردم تو شهرهای خوزستان و بختیاری اعتراض میکنن علیه تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی. همه اینا رو که بذارین کنار هم، میبینین این جامعه هی داره از این گوشه به اون گوشه میجوشه. مردم دارن به اشکالی، به بهانه‌ای، با هر چیزی که الان دوست عزیزی گفتن فوتبال هست، بریزین بیرون اعتراض کنین. بارها و بارها شده مردم مسابقه فوتبال رو کردن محملی برای اینکه بیان بگن مرگ بر جمهوری اسلامی. دختر و پسر، بارها و بارها دختر و پسر رفتن با هم رقصیدن و کل بساط جمهوری اسلامی رو پایمال کردن، حجابش و جداسازی هاش و اینها رو. دانشگاه ها محل اعتراضات و اینا. کافی نیست این اعتراضات، کافی نیست، خیلی روشنه هنوز. ولی میخوام بگم این جامعه داره میجوشه از اعتراض و در نتیجه این واقعی نیست. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. الو درود به شما، روی خط هستین، صحبت کنین. سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم، نظر شما چیه؟ درد متاسفانه صداتون قطع شد. بله، اینه که میدونم بارها شده بینندگان میان میگن که مردم متوجه نیستن، مردم همکاری نمیکنن، متحد نیستن، متوجه نمیدونم و چیزای از این قبیل. این مرد، اینا آدمایی هستن که درد دارن خودشون. این دوست عزیزمون که اومد گفت از داشت مینالید از فضای به اصطلاح سرکوب و فقر و فلاکتی که تو اون جامعه است و انتظارش رو از من و شما داشت میگفت به این زبان. میدونم منم موافق نیستم با زبان به اصطلاح توهین‌آمیز بگیم، ولی درد رو داشت میگفت. تلویزیون کانال جدید درود به شما، بفرمایید صحبت کن. جناب نیکا سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز، بفرم. بخیر. خواهش میکنم. وقت شما بخیر. تشکر میکنم. من دبیر وقت استان گیلانم. بله. برو خودشان اینا میگن که دولت جمهوری اسلامی برو خودشان آخونده میگن که آقا ما برای دهی فجر فلان کنیم و برو ما یه عید داره میاد، عید نوروز میاد. خب ما برمارگی معلم ها، ما دویده ها باید چیار کنیم؟ با یه جیب خالی، با دست خالی جلوی زن بچه با هم خجال داریم. مو رفته بیلی 8,000 خوردی، یک ماهی رفته بیلی 10,000 تومن.
با این جیب با حقوق 5000 تومان 6000 تومان میخوام چیکار کنیم با این دولت امروزه؟ واقعا باید برای قانونی، واقعا باید برای روحانی، باید برای واقعا جمهوری اسلامی ایران که واقعا توش داریم زندگی میکنیم. تشکر میکنم ازتون. من میتونم ازتون بپرسم به طور مشخص شما خودتون چقدر حقوق میگیرین؟ من 700 تومان. 700 تومان. خب جمهوری اسلامی میگه که خط فقر حدود 2,000,000 تومانه یا بیشتر. شما اون وقت با این پول خودتون گفتین، ولی بیشتر توضیح بدین چجوری زندگیتون چجوری میگذره. میگم واقعا با مشکلات، واقعا با سختی، به خدا، خدا شاهده در این وقت عزیز، خدا شاهده سودان با سیلی قرمز کردیم، واقعا جوری زندگی خجالت داریم. الان چند روز مونده به عید، به خدا واسه پول ندن که جنس اساس بکنم. یا آقا ما دولت ایران به دبیرا به کارمندا ایدی وارد کردیم، کو ایدی کو پول؟ 700 تومن حقوق منه، 530 تومن به ما ایدی دادن. خب جمع کنم میشه یکی 200، یکی 200 من چیکار کنم با اینکه دمایی که ریخته پاش تو زندگی داریم؟ یه سوال دیگه دارم به عنوان معلم. شما در مورد وضعیت دانش آموزاتون هم یکم بگین، اونا چجوری، به اصطلاح خانواده های دانش آموزان از وضع زندگیشون یکم بگین. دانش آموزا واقعا با فقر زندگی میکنن، واقعا اصلا تو مدارس ها اصلا خدماتی جز نمیکنن، همون خدمات هایی که برماگ امروزی میگن آقا بابای مدرسه، اصلا جز نمیکنن، همون خدمات هایی که بابای مدرسه بود، همون هایی که بودن الان دارن بازنشست میشن، اونا دارن اینا دارن نیروی آزاد میگیرن با حقوق پایین. این مایی سر 20,000 تومان دارن حقوق میدن، مایی سر 30,000 تومان حقوق دارن، متحد هم هستن. خب با این سر 30,000 تومان با خونه کرایه باید چیکار کنن؟ برن به گدایی؟ تشکر میکنم ازتون. بازم بیاین روی خط صحبت کنین. من دوست داشتم که در مورد به گوش ملت برسونیم، واقعا پخش کنین حرف ما رو، صداتون پخش شد. بازم بیاین صحبت کنین حتما، در مورد مسائل دیگری که تو مدارس هست هم صحبت کنین حتما. تازه میخوام آخر جمعه میخوام بگم ایرانی میگه ما صد روزه سه ماه هم این ترما کلید میکنیم باز میکنیم پرانویم کو ترم شوندن. ببخشید تلفن رو قطع کردم اتفاقی، ولی بسیار خوشحالم که شما به عنوان یک معلم، یک دبیر اومدین صحبت کردین و امیدوارم معلمین دیگه هم بیان صحبت کنن از مدارس. شما محل اتصال بسیاری از خانواده هستین و میتونین کمک کنین، نقش مهمی داشته باشین تو اتحاد مردم علیه جمهوری اسلامی. بیاین در مورد مدارس، در مورد وضعیت خودتون، در مورد وضعیت دانش آموزان، در مورد تدریسی که دخالت آخونده و اینا تو مدارس و همه اینها صحبت کنین و این کمک میکنه، ایناست که کمک میکنه که مردم درد مشترکشون باعث اتحاد مشترکشون بشه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خطین صحبت کن. بله بفرمایید، لطف کردین. از اون خدمتون که دو تا خدمت رو عرض میکردم که در کشور به حد نوربه اصف باره و در حد بسیار قیلیزی قرار داره. الان خود را لازی اصف شدی، من حقیقت شرم آمد و حیال من جلو من رو گرفت این حرف رو بزنم، ولی خب به حد من مشکلاتم زیاد شده که دنبال یک جایی گفتن که منفجر بشن فوران کنی آتش بشن که درون من. من حقیقتش پارسال یک دونه از پله خود فروختم. چرا که بعد از اینکه من یک سال در دانشگاه تحصیل کردم و به دلیل مشکل اقتصادی شرکتی نبود که منو ساپورت کنه. صداتون قطع شد متاسفانه، بازم خیلی هم صداتون واضح نبود، امیدوارم بینندگان شنیده باشن. من فقط شنیدم که شما از دانشگاه رو ول کردین به دلیل فقر اقتصادی و امیدوارم بازم بیاین روی خط صحبت کنین. نکات بسیار خوبی، نکات بسیار مهم میراستش مطرح شد، نکات تکوندهندهی مطرح شد. نمیتونم بگم خوشحالم که به اصطلاح شما میاین کارگر، بازنشسته، معلم، همه اینا میان به اصطلاح از درداتون میگه. اومدنتون خوشحال کننده است، ولی دردها تکوندهنده است واقعا. و اینا داره به ما میگه که ما
حق داریم، ما یک بار زندگی میکنیم و حق داریم انسانی زندگی کنیم، حق داریم تو رفاه زندگی کنیم، حق داریم نگران نون شبمون نباشیم، حق داریم نگران لباس بچه هامون نباشیم، حق داریم توی خونه درستابی زندگی کنیم، تو هلفتونی زندگی نکنیم، حق داریم وقتی بازنشسته شدیم با خیال راحت و فراغ بال استراحت کنیم، زندگی کنیم، بریم بیایم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، درد مشترک مردم چی است؟ بفرمایید. درود به شما آقای نیکا، خسته نباشید. درود به شما، شما هم خسته نباشین. نظر شما چیه؟ آقای نیکا، می‌خواستم راجع به این بحث اشاراتون بحث بشه. می‌خواستم بگم راجع به این درد مشترک ما همه مردم اینه که همه مردم خودش می‌ذارن به خواب. چرا نباید به خاطر حقمونه، چرا نباید بلند شیم، نباید از این خواب خرگوشی بیدار شیم؟ چرا ملت ایران اینجوری هست؟ آقای نیکا، شوهر من الان به خاطر ماهی 580 تومن داره کار میکنه تو پیک با مثلا پیک موتوری قضا میبره، سرویس قضا میبره این طرف اون طرف. امروز راهنمای رانندگی موتورش رو گرفتن، هم خرجی خودمون هم خرجی مادر شوهرم، چون پدر شوهرم فوت کرده، مادر شوهرم هم خرجیش با یه ذر کوچیک‌تر که داره از طریق این موتور که مثلا برادر من میخواست مثلا با این کار میکرد خرجیشون رو میداد. اما این امروز راهنمای رانندگی موتورش رو گرفتن، بعد رفتیم دنبال موتورش که موتورش رو بگیریم، 50,000 تومان چند وقت پیش، تقریبا 10 روز پیش، به خاطر یه این مثلا اینکه سریع‌تر بره، تندتر بره، غذا رو برسونه که غذا سرد نشه، 50,000 تومان جریمش کرده بودن به خاطر نمیدونم اشتباهی یه مسیری رو رفته بود. حالا اون 50,000 تومان رو دو برابر کرد. بله، ادامه بدین. صداتون قطع شد، نمیدونم چی شد. بله، من صداتون میشنوم آقای. بله، ادامه بدین، ادامه بدین. بعد حقوقش 580 تومنه، 200 تومن اجاره خونه میدیم، در ماهانه 200 تومن اجاره خونه مونه. حالا بگذاریم از دستی که بخاطر وامی که گرفتیم، بخاطر جهیزیمون، به خاطر وام ازدواج گرفتیم، بگذاریم از اون، خرجیمون ما کلا میمونه 380 تومن. خرجی ما دو تا خانواده، یه مادر پیر داره با. الو، بله، صداتون داره پخش شه. بذارین بله ادامه بدید. حالا خلاصه موتورشو گرفتن، الان میخوام بگم یعنی ما رفتیم راهنمای رانندگی، هر چی من التماسشون هم کردم، هر چقدرم بهشون توضیح دادیم که بابا این خرجی دوتا خانواده است، خودتون میبینین نمیتونه 100,000 تومن رو، من 100,000 تومن رو حداقل همون 5,000 تومن جریمهشو بدین، موتورشو آزاد کنین. قبول نکردن، گفت که نکردم، موتورشو الان خوبوندم. بذاریم برای اینکه دوستان دیگری هم روی خطن. به نظر شما بالاخره خواهش میکنم الان منم همون صحبت همون همینه، چرا ما مردم ایران نمیخوایم؟ الان در روز چند نفر، چند خدا هزار اینقدر موتور ماشین گرفته بودن که پارکینگ مثلا شانمدان دیگه پر بود. چرا باید این کارو با ملتمون بکنن؟ چرا باید وایسی نگاه کنیم؟ همون کسایی که تو در کلانتری وایساده بودن، من با چند نفرشون صحبت کردم، گفتم آخه چرا باید وایسی نگاه کنیم اینجوری بزنن تو سرمون؟ چرا ما باید وایسیم همیشه بالا سرمون زور باشه؟ چرا مگر نمیتونیم ما هم مثل کشورهای دیگه راحت زندگی کنیم؟ چرا الان اوکراین حقشون و ملتش با اینکه 20 درجه زیر صفر تو اون سرما وایسادن، تو جزشون تو میدان استقلالشون تا وایسادن تا حقشون رو گرفتن؟ الان خونه ای که همون رئیس جمهورشون با چه تجملاتی درست کرده بود دیدین، اون یه نفره، اما ایران تمام آخونداش
خونه هاشون با اون تجملاته، اما ما چرا باید اینجوری بکنیم؟ تشکر میکنم ازتون، لطف کردین اومدین روی خط. بله لطف کردین. ممنونم آقای میکرو، خسته نباشید. بازم بیان واقعا خواهش کنم از ملتمون بیان، به خاطر همین گرد مشترکمون، به خاطر همین که آخوندا زور بهمون نگرد، بیان به خاطر خودتون، به خاطر شرف انسانیت خودتون بلند شین. خواهشن ملت ایران، مردم ایران، دیگه بستمونه. 35 ساله دارن میزنن تو سرمون. یه ببخشین مجبور شدم قطع کنم، بینندگان دیگری روی خطن، ولی نکاتتون بازم بیاین روی خط، حتما صحبت کنین، از مسائل بگین، اینا مهمه که صدای شما شنیده بشه. که 580 هزار تومان میگن میگیریم، دو تا خانواده باید باش توی جامعه زندگی کنیم، و تنها جوابش اینه که مرگ بر جمهوری اسلامی. ما مردم باید بگیم مرگ بر جمهوری اسلامی. و برای تلویزیون سلام بفرمایید. سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم. خسته نباشید. خواهش میکنم. آقا در مورد سواد کارا رو خواستم صحبت کنم. بله بفرمایید. من یک کارگر ساختمانی هستم. خب. بله. سواد کالا جیر خودم نیومده. من میخواستم ببینم این قشر ضعیف سواد کالا جیر ها چیا هستن؟ پولدار هستن یا قشر ضعیف کارگر؟ بعدش در استان بوشهر بالغ بر 1000 تا زمین، 1000 تا خونه خراب کردن. آخه پول برای فلسطین میفرستن، خونه برایش بسازن، برای خود ما اینا کارگر رو بدبختی خونه ها رو سر ما خراب میکنن. بله دقیقاً. به نظر شما چی کار باید کرد؟ من نمیدونم با خدا دیگه، ما ماندیم. من تا دیروز واقعا پشت نظام بودم، خیلی اعتقاد داشتم، ولی واقعا با این همه مامور اینا ریخته بودن خونه رو خراب کردن، دیگه واقعا از همه چی ناامید شدیم. تشکر میکنم، خوب کردین اومدین زنگ زدین. مردم میگن به هر حال باید از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. خواهش میکنم. تشکر. بله دقیقاً، یعنی پاسخ همینه که از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، و راهش اینه که تلاش کنیم. تک تک شمایی که میایین خودتون رو یکی از کسانی بدونید که دارین تلاش میکنین، فعالیت میکنین، آدم دور خودتون جمع میکنین برای اینکه مردم رو متحد کنین برای زدن زیر کل بساط جمهوری اسلامی، و این نتیجه میده. یه جایی بالاخره ما انقلاب میکنیم، ما مردم. تلویزیون کانال جدید بفرمایین، نظر شما چیه؟ سلام به شما، تشکر میکنم. سلام به شما، بفرمایین. مشکلات درد که تو ایران هست، مردم ملت ایران دارن فکر کنم به بچه یه سالم بگی دیگه نبینه این مشکلات چی هم. ببخشین ازتون عذر میخوام، اجازه بدین صداتون یه مقداری اکو داره، نمیدونم شاید نزدیک بشین دور بشین یه کاری بکنین که صدای تلفنتون مفهوم تر باشه. بشنیدم دردی که تو ایران وجود داره فکر می کنم از بچه یه ساله تا 99 سالش رو بپرسی ندونه چیه واقعا. به بچه یه ساله هم بگه شیر خورش هم بگه دیگه همه مشکلات تمام دنیا می دونن درد ما چیه. فقط درد ما اینه که تمام درد رو می دونیم، درمونش هم می دونیم، ولی بازم نمی خواهی کاری بکنیم. هر سی دونیم می شستیم فقط همدیگه رو محکوم می کنیم، همدیگه رو فشاری که باید به دولت بیاریم به خودمون میاریم، فقط از ترس که بگیرن اعدام میشه. اینا که دارن کار خودشون رو میکنن، اینا که دارن تو این دو هفته 10 نفر اعدام کردن، تو این کانال شنیدم تو اخبار 10 نفر توی این دو هفته اعدام کردن. اونا کارشون رو دارن انجام میدن، خوشگذرونیشون هست با پول و ثروت، ولی ملت انداختن به دین هم دارن فکر کنن به قول خصوصی که هم تفرقه ایجاد میکنن. مردم به فقط دردشون این واقعا درد سرطان و واقعا مملکتمون شجوری باید رو شکنش کنیم. فقط باید دست به دست هم بدیم بلند شیم، نمیدونم به قرآن تا چه رو بشه. فقط بعد از 35 سال آقا آقای میخواد این از دیگر آگاه سازی داره، این روشنگری میخواد 35 سال بزا داشته این تونسته سفر نتیجه ها برسن هم رو اصلا تا پیچه و محله همون رسونده در سپای خامنه تا سر پیچه همون میگه رسیده توسط هر بسیجی و چه بسیجی به هر کدوم که یه شکر داره یه بازشگاه داره بیرون داری بزن
و شکر به هر جوری که میتونن ما رو اذیت کنن و ما نشسته همینجوری نگاه میکنیم پول ما رفته، آبرون رفته، اذیت و آرام داریم، اعدام داریم، اعتیاد که دیگه ندید تو قرآن بلنشی به هوای این چهارشنبه سوری یک کاری بکنید جون هر کسی که دوست دارید تو رو خدا بلنشی این مذهب و اینا رو بزنید کنار بلنشی این خامنه‌ای رو از که بنده بود خواهش داره به جنگ جوانی بشین دیگه اون موقع به همین روزان حسد بخورید. تشکر میکنم از تون، نکات بسیار خوبی رو گفتین. تصفانه کیفیت صداتون خیلی خوب نبود، ولی فکر کنم که اموقت که من متوجه شدم دوستانم صدای شما رو شنیدن و مسئله گفتین که ما درد رو میشناسیم، هر کسی درد رو میشناسه، ولی نمیخوایم کاری بکنیم و اینم راستش هنوز جواب مسئله نیست که مردم نمیخوان کاری بکنن. بس مسئله سر اینه که مردم خیلی ها فکر میکنن کاری نمیشه کرد و ما فکر میکنیم میشه کاری کرد و در این رابطه بعداً بیشتر صحبت میکنم. تلویزیون کانال جدید شما روی خطین، بفرمایید صحبت کن. سلام آقای نیکا، من علی هستم از آلمان زنگ خدمتتون. بله بفرمایید. انشالله کارتون خوب باشه. تشکر میکنم. قربان ببینید، من یه سری مشکلات رو همه گفتن شنیدیم و میدونیم درسته فرق در ایران هست، مشکلات هست. همین خانمی که زنگ زد شوهرش مثلا موتورش رو گرفتن فلان کردن، ببینید 100% ایشون خلاف رفت و مورد معمول رفت که سریع تر به قول خودمون خانم گفت برسونه. درسته؟ بله بفهم ادامه بدیم. اما مسئله اینه که ببینید خب مشکل اینه که مردم نمیخوان گوش کنن. خب باید ما به قانون احترام بذاریم. حالا برگشت کار ندارم، اما من میدونم که چقدر مشکلات هست. اگه ما میخوایم دموکراسی داشته باشیم، مملکت داشته باشیم، باید حداقل یه سیستم رعایت کنیم. نه بله خب این موضوعی هست که میشه در موردش صحبت کرد، ولی مسئله اساسی که این خانم گفتن دو تا خانواده، دو تا 580 ببین نکته اساسی اینه، نکته اساسی اینه، میدونم ایشون حالا مسئله یه مسئله معینه گفت 580 هزار تومان دو تا خانواده باید باش زندگی کنن، خود اون وقت شما بگین که با چجوری باید زندگی کنن. این بالاخره این دردیه که فریاد مرد قبول دارم. بله من این فرمایش شما رو کاملا قبول دارم میدونم، اما خب باید ما باید از تمام مثلا قانونی رعایت کنیم. بقیه‌اش هم این که میگیم اگر ما بگیم نه آقا ورود ممنوع بریم اینجا بریم که بریم اینجا بریم نه معلومه جوابش ورود ممنوع. بله تشکر میکنم از تو. بله معلومه جوابش این نیست که ورود ممنوع برین جریمتون نکنن. این خانم هم حرفشون این نبود، مسئله سر این بود که ببینید یه سری از همین نوع خلاف رفتن، تصادف کردن تو جاده ها غیر و غیر و به خود اونم مقصرش جمهوری اسلامی است. مردم صبح ها میشن تمام ذهنشون اینه که نون شبمو چجوری تهیه کنم، امروز که نون پول ندارم، با 580 هزار تومانی که نصف بیشترش 60% رفته برای اجاره خونه چجوری زندگی کنم؟ آیا این باعث خلافکاری نمیشه؟ باعث نمیدونم ورود ممنوع رو رد کردن نمیشه؟ چراغ قرمز رو رد کردن نمیشه؟ چه رسه به تصادفات و اینا که تو خیلی جاها پیش میاد. بنابراین بحث این نیست که کسی نگفت که قوانین و مقررات رانندگی رو رعایت نکنید. الو بفرمایید شما روی خط این صحبت کنید. میخواستم از اونایی که به جمهوری اسلامی دفاع میکنن بگم که جمهوری اسلامی همینه که اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای اعلام کرده، یعنی ریاضت اقتصادی، بدبختی، فلاکت، فقر، فحشا، اعتیاد و هزار بدبختی دیگه. الان دولت به این نتیجه رسیده که دو مردم ایران سلامت غذایی ندارن و باید سبد کالا اعلام کنه. این سبد کالا به دست کی رسیده؟ به دست اکثریت مردم نرسیده. ما خودمون الان دارم از مادرم نگهداری میکنم بدون هیچ گونه حمایتی از طرف دولت. آقای روحانی میگه ما از حقوق ملت دفاع میکنیم. کدوم حقوق ملت؟ حقوق ملتی که در اون حمایت از تروریسم، مقتدرسد، شیخ حسن نصرالله و حزب الله و بشار اسد باشه. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران. برای چهارشنبه سوری در روز 8 مارس هم خودتون آماده کنید. خیلی ممنون، بهمن هستم از شما. تشکر میکنم. بله دوستان دیگری هم تاکید کردن چهارشنبه سوری نزدیکه. چهارشنبه سوری هم یکی از به اصطلاح روزهای اعتراض الان تو ایران بوده و
باید تبدیلش کنیم. یکی از این چهارشنبه سوریا با جمهوری اسلامی رو به زیر کشید، جوونا بیاین بیرون چهارشنبه سوری جشن بگیرین، آتش بازی کنین، تجمع کنین، تظاهرات کنین. این اتفاقی که هر سال افتاده و امسال باید وسیع‌تر میتونیم برگزارش کنیم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، درد مشترک مردم چی است؟ سلام آقای میخوا، خسته نباشید. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشین، بفرمایید. من برنامه بسیار خوبتون سپاسگزارم. خواهش میکنم. اگه اجازه بفرمایید در بحث میخوام شرکت کنم. خواهش میکنم، لطف کردین زنگ زدین، بفرمایید نظر شما چیه؟ خواهش میکنم. جناب میخوا، برای من فرقی نمیکنه که اهل کجا باشم. برای من کرد و لور و ترک و عرب و فارس زبان انسانم و باید از همه حقوق انسانی بر من بشن. چه فرقی میکنه کجایی هستم؟ ما از یه مشترکات بسیار برخورداریم. اولیش انسانیته، بعدم از درد عظیمی برخورداریم که اونم نداشتن اون چی که شایسته انسان هاست: نان، کار، مسکن، هوای سالم، بیمه بیکاری، درمان رایگان، آموزش همگانی رایگان، آزادی، آزادی و آزادی و عدالت برابری. ما از همه اینا محرومیم. یک درصد صاحب همه چی و 99% از هیچی بر خدا نیستن. این هم برای فرقی نمی کنه، کرد، لور، ترک، عرب، فارس، هیچ فرقی نمی کنه. یک درصد در ایران صاحب همه چی و 99% از هیچی در خدا نیستن. ما سرمایه های عظیمی در ایران داریم، از اون بیداریم، صدا رو در گرون خفه کردیم، ضعیفیم و ناتوان و مجبور به تحمل بار فقر و فساد، نابرابری و احتیاج، هزار پستی و فرشته دیگر. باید متحد بشیم، باید حول حزب بومیت کارگری متحد بشیم. این بار سنگین از روی دوش ما برداشته نمیشه مگر این که ما متحد بشیم. تشکر میکنم استاد. حزبم باید تمام هم، خواهش میکنم، حزبم باید تمام هم و قم خودشو در درجه اول صرف متحد کردن مردم، متحد کردن نیروهای عظیم سیاسی و رادیکالی بکنه که در این راه دارن مبارزه میکنن. از این که وقتشون رو به من دادی سپاسگزارم. زنده باد آزادی، برابری، حزب کنید کارگری. تشکر میکنم. بله، ایشون نکات بسیار خوبی رو گفتن که بعداً حالا بیشتر بهش میپردازیم، دوستان دیگه پشت خطن، ولی گفتن من فرق نمیکنه اهل کجا باشیم و 99% مردم همین مسائل رو دارن، که این واقعیتیه. و اگر کسی الان پای کسانی که پای تلویزیون نشستن به این بحث ها و این تلفن ها و این مسائل و مشکلات و مصائب مردم گوش میکنن، تازه اینا هنوز گوشه کوچکی از مسائلی است که تو اون جامعه داره رو دوش مردم فشار میاره. و بفرمایید شما روی خط این صحبت کنین دوست عزیز. خسته نباشین میکنم. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشین، نظر شما چیه؟ بسیار صدا برنامه‌تون خیلی عالیه. خواهش میکنم، لطف کردین. میتونم بپرسم از کجا زنگ میزنین؟ من از شهرستان تالش روز. بله، ادامه بدین. من میخواستم بگم که بله صداتون قطع شد. این نکاتی که مطرح شد در واقع بحث نیست، یعنی یک واقعیت های بسیار تکوندنده و بسیار غیر قابل تحملی است که تو اون جامعه داره میلیون ها نفر از مردم رو مچاله میکنه و صدای فریاد مردم رو بلند کرده، که داریم اینجا گوشه هایش رو الان از ده ها تلفن داشتیم تو همین یک ساعت خورده ای که داره بیان میشه. و دوست آخرمون قبل از این تلفن آخر گفتن که حزب کمونیست کارگری باید مردم رو متحد کنه، و دقیقا تلاش ما و این حزب رو اصلا برای این تشکیل دادیم که مردم رو متحد کنیم. و خود این برنامه داره میگه درد مشترک ما، خیلی دردهای اساسی ما مردم مشترکه واقعا،
و اینو ما باید ببینیم. بعدا صحبت میکنم. تلویزیون کانال جدید بفرمایین، شما روی خطین صحبت کن. خسته نباشی آقای نیکا. تشکر میکنم، سلام به شما، بفرمایین. من میخواستم خدمتتون عرض کنم که اولین درد مشترک، عمده ترین درد مشترک مردم، همه مردم ایران، نداشتن یک سازماندهیه. نه که وجود نداشته باشه این سازمان، این سازمان وجود داره، رهبرانش هست، خواسته های مردم رو میگه، دقیقا تمام خواسته های ریز درشت مردم میگه که در آینده چی میخوان، ولی متاسفانه هنوز مردم گرد این سازمان جمع نشدن و بیتفاوتی مردمه. من فکر میکنم یک درد مشترک بیتفاوتی خود مردمه، گیجی و سردرگمی مردمه. مردم تا تصمیم نگیرن و گرد یک سازمان جمع نشن، این درد همیشه هست. جمهوری اسلامی جنایت میکنه، با همه کاری که میکنه درد عمده نیست. میشه جمهوری اسلامی رو در یک روز انداخت؟ نمونهش همین الان در این یکی از کشورهایی که من الان اسمش خاطرم نیست که مردم اومدن در عرض سه روز رئیس جمهورش فرار کرد، اوکراین منظورتون. ولی سازمانی نداشته باشن، دو تا سه تا انقلاب شده، انقلاب زرد در این کشور شده، انقلاب سرخ شده، ولی فکر میکنین باز همین مردم آیا به خواستهاشون میرسن؟ نه، همین الان من میگم نه، چون رهبری نبوده که خواست مردم رو شکل بده و بیاد در مردم بخواد. بنابراین این انقلاب با 60 تا 50 تا کشته یک حکومتی رفته، و به خصوص اونایی که میگن انقلاب نه، میخوام بگم ببین با کشتن 60 نفر، کشته زدن 60 نفر، یک انقلاب، یک حکومتی رفته، یک حکومت دیگه اومده. جمهوری اسلامی هر روز 100 نفر رو میکشه، تو جاده‌هاش میکشه، تو بیمارستان‌ها میکشه، اعدام میکنه. بنابراین انقلاب تنها راه مردمه و داشتن یک سازمان، این سازمان وجود داره و مردم باید گرد این سازمان باشن. ببخشید بیشتر وقت رو نمیگیرم. خواهش میکنم، لطف کردین، نکات حیاتی و اساسی رو گفتن، سازماندهی، رهبری و انقلاب، که اینم یه مسئله اساسیه. یعنی من داشتم، دوستانی گفتن که مردم نمیخوان، مردم متوجه نیستن و اینا. یه مسائلی هست که مردم باید توجه بکنن، این که ما ببینیم که دردمون چیه و پاسخ این درد کجاست، چجوری میتونیم تمومش کنیم. اگر بیکاری هست، اگر فقر هست، اگر بیدرمانی هست، اینا پاسخش چیه واقعا؟ تلویزیون کانال جدید بفرمایین، درد مشترک مردم چیست؟ دستگاه قضایی کشور باطله، نیروی انتظامی باطله. ما تعداد زیادی جوانیم که توی شرکت سرمایه گذاری کردیم، شرکت عطر و نوین و سایر دفتران ایرانی هم، نه پول از خودمون گذاشتیم، نه ازشون وام گرفتیم. طبق قانون خودشون هم اینا کلاهبرداری کردن، ما طبق قانون خودشون رفتیم شکایت کردیم ازشون. خب طرف رو میارن اونجا، قاضی میگه که بیاریدش داخل، افتر نیروی انتظامی بعد میگرده میگه آقا از بیت اختیارات ما خارجه، با سفان اسلامشهر رو خریده، بازی رو خریده. ببینید یعنی اینا انقدر هستن، اینا انقدر بی وجدانن، بالای 1000 میلیارد پول گرفتن، بالای 1000 میلیارد، عدد کمی نیست. این دو شرکت خودشون بهش مجوز دادن که کار کنه، خودشون توی تلویزیون شبکه کرج خودشون رو به عنوان کارآفرین نمونه معرفیش میکنه به ما مردم. ما که سرمایه گذاری کردیم دیگه نمیخواد که سرمایه گذاری کنید، سرتون کلا رفت. آقا خودت بهش مجوز دادی، خودت آوردی توی تلویزیون داری نشون، حالا میگی که نباید کار میکردیم، حالا هم که ما تو کنسل چرا رسیدگی نمیکنیم؟ چقدر صبر کنیم ما؟ ولی صبر ما چیه؟ ما جوان ها چه گناهی کردیم که تو ایران به دنیا اومدیم؟ اینا انقدر پست و بیوجدانن که
بگیم اینکه با دمه عیده مردم پول اتیاری دارن، مردم بدبخت و بدبختی پول ها رو جمع کردن. به خدا قسم، به خدا قسم، یکیم بوده که 3 میلیون پولش رو آورده که 300 تا سبد خریده. این آمادن پولش رو خوردن، هیچ وقت نیست که رسیدگی کنن. ببین اینا چقدر پستن، ببین اینا چقدر محبستن. نمیخوام حرف زیادی بزنم، برای میخوام صبرمون دیگه سر اومده. ما جوان ها چه گناهی کردیم؟ ما زندگی میخواییم، ما میخواییم ازدواج کنیم، ما میخواییم خانواده تشکیل بدیم، چیکار کنیم؟ خودشون دارن صبرمون رو سر میارن. آقا ما اومدیم شکایت کردیم، نرفتیم تو خیابون سر صدا کنیم، چرا رسیدگی نمی کنیم؟ به خدا قسم بین صبر ما سر اومد، من لورم. اگه صبرمون سر اومد هیچ چیزی رومون نمیگیره. چی داریم که بخوایم بترسیم؟ چی برامون گذاشتن که بخوایم بترسیم؟ آقا خسته شدیم، خسته خدا هم. تشکر میکنم ازتون. دقیقا با همین که میگه اگر صبرمون سر اومد، به طور واقعی صبر میلیون ها نفر سر اومده و میتونیم کاری بکنیم. با خدا قسم ببینید، اگر ما لورا اگر صبرمون سر اومد دیگه چه میتونه جلومون بگیره؟ نه فقط لورا، همه جای ایران الان خشمناکن مردم. باید دست دقیقا ما میخواییم بگیم که لور و کرد و ترک و نمیدونم فارس و اینا تقسیم نکنیم. یه پارچه دردای مشترکی داریم، دست به دست هم بدیم این جمهوری کثافت اسلامی رو بندازیم. به واقع چنان زجری دارن به ما میدن اینا. اینا باید به جایی که برید به فلسطین برسید اصلا اینا بینید، یعنی هیچی ندارن. معلوم نیست اینا آدم هم سگ هم چی هم اینا. خسته شد، خدا خسته شدی. من آدم هم که صبرم خیلی زیاده. تشکر میکنم. مثلا کشورمون دور بشه، کشورمون به خدا قسم اگه بخواد اینجوری پیش بری کشور که هیچ عنوان درست نمیشه. بله بله، چیزی نمیکنی. ممنونم ازتون دوست عزیز، جوان عزیز. پایین برنامه بشینین، برنامه ما در این رابطه زیاد صحبت میکنیم تو بحث‌های دیگری. حالا این تریبون شماست، تلفن‌ها زیاده، ولی مسائلی که مطرح میکنین رو ما تو برنامه‌های دیگرم در موردش صحبت میکنیم که بسیار حیاتی و اساسی هستن. اول یکی دو تا از دوستان اشاره کردن از اینکه جمهوری اسلامی به خونه‌های مردم رو خراب میکنه، یا همین دوستمون گفتن زندگی جوونا رو نابود کرده، پول رو صرف فلسطینیا میکنه. راستش به صرف فلسطینیا نمیکنه، در واقع بیان دقیقش اونه که یکی از دوستان دیگه گفتن صرف حسن نصرالله و نمیدونم تروریستای اسلامی و آخر کسانی، یعنی نیروها و جریاناتی میکنه، حزب الله و حماس و اینا که شبیه خودشن. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خطین صحبت کنین، درد مشترک مردم چی هست از نظر شما؟ خط ناسی آی نیکا، این ماشاءالله اصلا دیگه نمیشه با تلویزیون تماس که. و من میترسم مثلا برای فردا واقعا باید یه سیستمایی رو درست کرد که بیننده هایی که بیشتر میشن، کسایی رو که میخواد صحبت کنن بیشتر میشن، امکانم به وجود بیاد. میتونین شب پای تلفن بخوابین. بفرمایید، ادامه بدین. گفتم میتونین شب پای تلفن بخوابین. بفرمایید، ادامه بدین. بله، میخواستم اینو بگم که من الان اول برنامه هم متاسفانه نرسیدم که گوش کنم، بیرون بودم. منتها دو تا مورد هست به نظر من خیلی مهمه که توضیح داده بشه. اول از اینا، من دیروز داشتم همینطور با خورمان صحبت میکردیم، اینا نگاه کردیم واقعا چرا این همه تو تمام دنیا نظام های سیاسی راحت عوض میشه، ولی وقتی به ایران میرسه همه چی اینقدر مشکل میشه؟ یعنی من فکر میکنم مثلا بهار عربی رو نگاه کنید، نمیدونم تو آفریقا رو نگاه کنید، نمیدونم تو اوکراین، نمیدونم تو اوکراین نگاه کنید، همه به اصطلاح میبینی همه سریع عوض میشه. و مردم از دیدن اینا که دارن این عوض میشه، اینا عوض میشه و حکومت جمهوری اسلامی 30 سال مونده سر کار، این نتیجه رو میگیرن که مردم گویا خوابن، بی بخارن، ارزه ندارن، مبارزه نمیکنن، از این حرفا. میدونی در صورتی که باید اینو در نظر گرفت. صدامو دارین؟ بله بله، ادامه بدین. در صورتی که باید اینو در نظر گرفت که خواستای مردم ایران
چیه و خواستای اونا چیه. اونا مثلا حالا آخرین چیزی که اتفاق افتاده همین اوکراینه. در نظر بگیر از بغل سرمایه‌داری به اصطلاح دولتی میخوان در بیان برن خوب بغل سرمایه‌داری بازار آزاد و اروپا آزاد. خب اینا کم و بیش اینه میخوان، یعنی مثل مردم ایران خواستای به اصطلاح عمومی و خواستای ضد سرمایه‌داری و نمیدونم خواستای کمونیستی ندارن. اینا از یه نمونه از سرمایه‌داری میخوان برن یه نمونه سر، یعنی یه چیزی که بفرض مال متعلق بوده به 40 سال 50 سال چی میدونم 60 سال ایران. اونا هیچ کدومشون مثلا خواستایی که میخوان به اصطلاح ضد نظام کل سرمایه‌داری نیست. شما خواستای مردم ایران رو نگاه کنید ببینید چی میخوان. حتی نیروهای اپوزیسیونش، نیروهای سلطنت طلبش، نیروهای چی میدونم و حتی نیروهای فاشیستش هم وقتی میای نگاه میکنی میگی آقا شما چی میخواین، مجبورن اون چیز رو بگن که مردم رو میخواد. اعدام رو نمیخوان، جدایی دین از دولت رو میخوان، چی میدونم آزادی بدون قید و شرط میخوان، برابری زن و مرد میخوان، آزادی کودک میخوان، لغو زندانی یعنی نبود زندانی سیاسی رو میخوان. در حالی که هیچ کجای مردم دنیا که الان در حال حاضر انقلاب میکنن این رو نمیخوان. ما میخوایم از ته ته بریم از ته دره که گندترین و فاسدترین و دوسترین و جنایتکارترین رژیم سرمایه‌داریه، همین رژیم اسلامی که الان داره، میخوایم بریم بالا قله برسیم. از قله کجاست؟ مثلا اون قله که مد نظر ماست اون جامعه سرمایه‌داری سوئد، آمریکا، اروپا هم میخوام ازش بزنیم جلو. اینه که کار ما رو مشکل میکنه، اینه که ما تا میخوایم دست به دامونیم یه کاری کنیم میبینیم که تمام سرمایه‌دارای دنیا، تمام این همپالاکی این شرف ها با هم دست به یکی میکنن و به طرح جلو مردم ما رو میگیرن. ما باید از اینجا بفهمیم که مثل بدن از کجا میفهمن دکتره، از کجا از طریق آزمایش میفهمن که یکی مریض شده یا یکی مریض نشده. نگاه میکنن ببینن آقا سلول های به اصطلاح این چیز گلبولای سفید هر کجا که اونجا زیاد باشه یعنی میکروب زیاده. میان نگاه میکنن کجا گلبولای سفید زیاد شده، همونجا میگن آقا پس معلوم مریضه. ما از این همه نیروهای سرکوبگر، از این همه نیروهای اعدامگر، از این همه قوانین به اصطلاح منکوب کننده و سرکوب کننده باید بفهمیم چی که باید این خواستی که داریم تا کجا به اصطلاح پیش رفتیم و علت این که حالا الان امروز نمیتونن بکنن و انقلاب مردم میفته به فردا علتش چیه. یه چیز دیگه هم هست که بعضی از این آقایون ظاهرن مؤدب و آقایون ظاهرن به قانون احترام گذار میگن آقا مثلا باید به قانون احترام گذاشت. من میگم عزیز من قانون احترام گذاشت که حرف مفته. قانون رو باید ببینی چی نوشته و به قول یارو گفتنی این قانون رو چی باید اجرا کنه. مسلمه مثلا من صاحب خونه هستم، دزد میاد تو خونه، میاد خونه قانونی می‌نویسه که به نفع دزده. خب من به نفع من صاحب خونه نیست، چی میگه من باید اجرا کنم؟ دلیل نداره که چون قانون اجرا کنم. اون قانون قابلی که اجرا داره که باید داشته باشه که مردم اون رو قبول کنن و عملا و واقعا هم همینطور. همین رو میخواستم بگم. تشکر میکنم ازتون، تشکر میکنم. اول بگم تو اون چیزی که رسانه های معمول میگن، مثلا اینکه تو اوکراین گویا میخوان از گفتین که از بغل یه سرمایه‌داری در برن بغل سرمایه‌داری دیگه، که ظاهر قضیه اینه که مردم میخوان از روسیه مثلا جدا بشن برن به طرف اروپای واحد. این چیزیه که ژورنالیستا میگن، این معمولا ژورنالیستا همینجوری گزارش میدن. انقلاب 88 هم میگفتن مردم رأیشون میخواستن پس بگیرن و همین دیگه، مشکل دیگه ای نداشتن. این همه مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، نمیدونم فلان، همین بی بی سی و اینا رو نگاه کنین تفسیرشون چی بود؟ که موسوی بود و تقلب شده بود تو انتخابات و اینا. آیا واقعا مسئله مردم این بود؟ مسئله ندا آقا سلطان این بود؟ مسئله جوانایی که اومده بودن میلیونی تظاهرات کردن علیه جمهوری اسلامی این بود که رأیشون رو بگیرن؟ مثلا می‌خواستن موسوی یک نخست وزیر کپک زده جمهوری اسلامی برن سر؟ اینطوری نبود، خودتون هم میدونین اینطوری نبود، ولی رسانه‌ها و ژورنالیست‌ها اینطوری. تو اوکراین الان میلیون‌ها نفر، صدها هزار نفر همین الان تو میدون استقلال اون که پایتختش هست، مسئله‌شون این نیست. هیچ کدوم از طرفین قبول ندارن، ولی مسئله اینه که رهبری ندارن.
و این بحثی که ما باید بهش دقیق‌تر بپردازیم و امیدوارم که چند دقیقه من بتونم در این رابطه بیشتر صحبت کنم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط، این موضوع این هست که درد مشترک مردم چی است؟ درود آقای نیکا. درود به شما. متشکرم از برنامه خوبتون. خواستم تو این فرصت بیام یه چند تا نکته رو به عرضتون برسونم. اگه واقعا به فکر درد مشترک مردم ایران هستیم، از مردم عزیزم میخوام که به این چند تا نکته‌ای که من میگم یه خود توجه بکنیم، ببینیم آیا واقعا این واقعیت هستش یا نه. ببینید آیه نیخا، خیلی اومدم، من عقیدم اینه که مردم ما، مردم داخل کشور ما فقر سیاسی دارن. بابت این حرف من دلیل دارم که خیلی از این بینندگانتون مخاطباتون میان حرفای خوبی میزنن، خیلی ها میان میگن که از ما حمایت نمیشه. چه حمایتی باید از شما بشه، شمایی که در داخل ایران هستید؟ ببینید آی نیخوام، ما بخوایم موشکافانه به این قضیه بپردازیم، به همین نتیجه میرسیم که واقعا مردم ایران فقر سیاسی دارن. ببینید مردمی که آقای نیکا با یک فراخوان علکی به خیابون میان، مردمی که هنوز به دنبال یک سری افرادی هستن و بها دادن به این افراد هستن که این افراد واقعا تاریخ مصلحتشون گذشته، من نمیدونم این مردم ما تا کی و تا کجا میخوان به دنبال یه همچین رهبرانی ببرن. آی نیکا، شما و تمام بینندگان حتما این قضیه رو دنبال کردید که واقعا رهبران جنبش سبز مردن، ولی مردم ما هنوز هم به دنبال افرادی هستن که واقعا نمیدونم ازشون چی دیدن. مثلا اگه بخوان بیان حرفای آقای نیکا رو گوش بکنن، به خیلی از این حرفا گوش نمیدن. ببینید آقای نیکا، من یه قضیه رو، ببینید یه آقایی تو ایران هست، شاید اسمش به گوش شما رسیده باشه، الان شده دایه‌دار رهبری یا مثلا به قول خیلی رهبر ایران، آقای نوریزادی که از همین جنبش سبز زاده شده. ببینید آیا واقعا درد ما افرادی مثل نوریزاد هستن؟ آقای نوریزادی که خودشون توی تمام این جمهوری اسلامی نقش داشتن، توی یعنی واقعا اتهاماتی که به آقای نوریزاد میزنن که ایشون جاسوسه، هنوز هم به خیلی از مردم ما باید تک تک بشینیم بگیم که آقا این جاسوسه. آقا به افرادی مثل آقای نوریزاد دل خوش نکنید، اینها درد مشترک ماست. آقای نیکا، ببینید اینها میخوان با پیروی از این افراد، میخوان اینها دست ساخته هستن، افرادی مثل نوریزاد دست ساخته هستن. اینها یه آدمایی هستن که واقعا نمیدونم مردم ما، من نمیدونم تا کی و کجا میخوایم ما ادامه بدیم. ببینید یه فراخانی ما یک جمعی رو میخوان جمع بکنیم، یه حرکتی رو میخوان داخل ایران انجام بدیم، انصافا آقای نیکا هیچکی پای کار نیستش. ولی ما میبینیم که وقتی که آقای نوریزاد میره خودشو خونین و مالی میکنه، عکسشو میذاره توی فضای مجازی، خیلی ها میان ازش استقبال میکنن، آقای نوریزاد جمهوری اسلامیه، این آقای نوریزاد مثل همینا خودش عامل خونریزی بوده، چطور ما بخوایم بیایم از این حمایت بکنیم؟ تا کی میخوایم به این بیفکری های خودمون ادامه بدیم؟ تا کی میخوایم به این رهبران جنبش سبزی که خودمون اسمشون رهبران جنبش سبز باشیم دل خوش بکنیم؟ درد مشترک ما اینه که ما داخل ایران فقر سیاسی داریم آقای نیکا. خیلی ها داخل ایران نمیان با فکر عمل بکنن، هنوز دل میخوره خوش میکنم به یک سری افراد کودن مغز. تشکر میکنم از تون، نکات بسیار خوبی رو گفتین. یه جنبه دیگری از مسئله که اونم مهم هست و امیدوارم که تو چند دقیقه آخر من یادداشت میکنم بهش بپردازم. به هر حال نظرتون گفتین و درست هم هست مسئله که میگه، فقط توضیح لازم داره. حالا من دوست عزیز دیگری روی خط هستن، بذارین تلفنشون رو جواب بدیم. بله بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کن. الو، درود بر شما آقای نیکا، خسته نباشید. آقای نیکا، من چند دقیقه پیشم تماس گرفتم، همون آقایی که پرسیدم، من اومد میگفت این آقای خانمی که الان میگه شوهرم موتورشو گرفتم. من حرفم اینه که چرا باید 50,000 تومان یه نفر رو، یه جوون رو، ما الان 2 سال ازدواج کردیم، الان خانواده من توی این چند وقته کسی که از ساعت 10 ظهر باید بره تا
11 شب سر کاره به خاطر 580 تومن. آقایی که شما اونجوری میای میگی چرا قانون رو رعایت نکرده؟ همین جوریشم در ماه یک بار خانواده من همسر من نمیبینن، چون نمیرسه، چون اونجایی که کار میکنه الان موتورشو گرفتن، این دو روز موتورشو گرفتن، خرجی ما میخواد از کجا بیاد؟ چون موتور نداره توی پیکم حقوق بهش نمیدن که. الان هیچ نه درآمدی داریم، چرا باید چرا ماشین های زده کلوله بچه آخونده رو نمیگیرن؟ چرا به اون ماشین های نمیزن فلان قیمتی و فلان لامبورگینی و نمیزن چی آخونده بچه آخونده رو هیچی نمیگن؟ اما توی شهر واسه خودشون اصلا نمیدونن کی به کیه، نمیدونن بچه جلوشونه، آدم جلوشونه یا بچه گربه جلوشونه، اصلا براشون مهم نیست. خودش به درجه دار ماشین زیر پاشه همچین تند میره، اما شوهر منی که به خاطر این که به خاطر نونش به خاطر خرجیش اگه یه مقدارم تند رفته، نگفتم ورود ممنوع رفته، یه مقدار تند رفته بود که غذایی رو که میخواد برسونه اون منزل، چون اگه غذا سرد بشه ببره اونجا در اون خونه غذای سرد نمیگیرن، دوباره باید برگردونه مغازه. شما فکر پول بنزینی که این بچه مثلا این آقا به خاطر پول بنزین که میره هر روز باید هر لیتری 1200 تومان پول بنزین رو بده، شما فکرشو میکنی؟ شما جواب خانواده منو که ماه به ماه شوهر منو نمیدینه میکنی؟ یا اصلا میفهمی یه جشنی؟ یا من از وقتی ازدواج کردم دیگه حسرت این که مثلا ما یه بار خانوادم رو ببینم یا یه جشنی باشه یا یه مهمونی باشه با همسرم با هم باشه، شوهرم با هم باشه برم، به دلم مونده که چطور برای چی؟ به خاطر اینکه باید سر کارش بمونه که بتونه اون 580 تومان رو بهش بدن. اما الان چرا باید اینجوری حقوق یه کسی مثل شوهر منو ببرن؟ اما اونی که بچه آخونده که نمیدونم برادرزاده و خواهرزاده فلان آقاست با موتور به خدا بدترین قاچاق فروشی ها کنم، بدترین نمیدونم شیشه و هروئین و نمیدونم چی و چی علنا جلوی چشم ما دارن قاچاق فروشی میکنن. الان شوهر من الان خونه نیست به خاطر اینکه این دو روزی که موتورشو گرفتن الان دیگه مونده که خرجمون از کجا بیاره؟ خرجی خودش، خرجی ما رو، خرجی مادر مریضشو با یه بچه رو از کجا میخواد بیاره؟ تشکر میکنم ازتون. بله. خواهش میکنم، لطف کردین، بازم اومدین توضیح دادین. بله، خود همین زوج جوونی که گفتم دو تا خانواده با هم زندگی میکنن 580,000 تومان، داره میگه که اون جامعه چه خبره، داره میگه که ما تنها راه به زیر کشیدن جمهوری اسلامی است، اینو داره بیان میکنه. حالا چه جریمه باشه چه جریمه نباشه، قانون باشه قانون نباشه، دوست عزیزمون گفتن که قانون رو اونا میذارن، معلومه بالاخره قانون راهنمایی رانندگی فلان اینا یا قوانینی هست که حتما خیلی جا مشترکه، ولی بحثم سر اینه که بحثمون دوست عزیزمون این بود که به اصطلاح قوانین راهنمایی رانندگی بود. حالا بعد امیدوارم باز بیشتر صحبت کنم، همش وعده بعد میدم و بعدم فرصت نمیشه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. آقای کاظمی نیک خسته نباشی، من زنگ زدم که بگم من با این آقایی که 5-6 دقیقه قبل زنگ زدم صحبت کنم کاملا موافقم که جمهوری اسلامی، جنبش سبز، خروبی، موسوی، آقای نوریزاد رو تو آب نمک خوابوندن که اگر روزی حلقه مبارزه مردم تنگ شد و جمهوری اسلامی رو بخواد بندازه اینا رو آماده داشته باشه بندازه وسط، بگه مردم اینا رو میخواستیم بفرمایید. در نتیجه من میخوام بگم که مردم باید کاملا حواسشون جمع باشه، اینا ساخته شده دست خود جمهوری اسلامی، نباید ما گول اینا رو بخوریم. تنها راه ما اینه که جمهوری اسلامی از ریشه باید کنده بشه و سرانش محاکمه بشن و حکومتش سرنگون بشه. مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خامنه ای. تشکر میکنم ازتون، ممنونم. بله،
نمیدونم الان اگر تلفنی فرصت بدن من چند دقیقه صحبت کنم، ولی به هر حال هنوزم میتونیم تلفن بگیریم، شما میتونید بیان بازم صحبت کنین. دوستان عزیز، نکات بسیار اساسی مطرح شد و یه سری نکات اساسی هم مطرح نشد راستش، ولی همین ها که مطرح شد اساساً مسئله فقر، بیکاری، بازنشستگانی که دوتا اومدن صحبت کردن که 75 سال، 82 سال حقوق بازنشستگی نمیگیرن، نداشتن بیمه درمانی، نمیدونم حقوقهای چند بار زیر خط فقر، کمی خانمی که الان اومدن صحبت کردن و دوستان دیگری که صحبت کردن، اینا مسائل اساسیه. و حالا میگم یه سری مسائل هم صحبت نکردیم ما تو این برنامه هنوز در موردش. یعنی تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط این صحبت کن. بله حتما بفرمایین، از دبی نظر شما چیه؟ آقای نیکو، من خواستم بگم که شما فقط دارین درباره ایران صحبت میکنین، اگه میشه چند کلمه از جوانای فلسطین صحبت کنین که اونا رو دارن داغون میکنن، میزنن، میکشن. بله، شما بحثمون سر اینه درد مشترک مردم ایران چیه، بعدن حالا اگه خواستیم در مورد فلسطین هم صحبت. نظر شما چیه در این رابطه؟ اونا مسلمان هم، اونا رو امریکایی دارن میزنن، داغون میکنن، هر روز اونا رو میکشن. بله بله، سوریه تمامی. بله بله، شما حرفی در مورد جمهوری اسلامی و دزدی هاش و فقر و سرکوب و کشتار تو جمهوری اسلامی ندارین؟ تو جمهوری اسلامی امنیت برقراره های میکنه. بله بله، حرفتون روشنه. واقعا شرم هم چیز خوبیه، شرم چیز خوبیه که کسی که پای این برنامه نشسته باشه فقط، حالا تو اون جامعه هم زندگی نکرده باشه، فریاد مردم رو از فقر و از سرکوب و از نداشتن بی‌تأمینی میشنوه و بعد میاد مزخرفات میگه که به درد مردم جوانای فلسطین هم برسیم. واقعا شما مشغلتون جوانای فلسطینه یا حسن نصرالله یا حزب الله لبنان یا تروریستای نمیدونم امثالهم؟ اینا فقط چرندیاتی هست که یعنی کسی که هیچ حرفی نداره. اینا کسانی که یعنی مردم تشخیص میدن که کسی که میاد اینجوری حرف میزنه یعنی من یک کلمه دفاعی از این حکومت کثیفم که مزدورشم هست نمیتونه بکنه. مزدور جمهوری اسلامیه، ولی یک کلمه نمیتونه ازش دفاع کنه، بگه این حرفایی که 40 نفر اومدن تو این برنامه زدن یک گوشش غلط بود. مردم میگن جمهوری اسلامی باید گورشو گم بکنه بره. تلویزیون کانال جدید بفرمایین، نظر شما چیه؟ درد مشترک مردم. الو، شما روی خط این صحبت کنید، صداتون نمیاد. متاسفانه صدا ندارین. الو، یه چند ثانیه هم بهتون فرصت میدم که شاید بتونین وصل بشین. میبخشین دوست عزیز، صدا نداشتین متاسفانه، میدونم که خیلی هم پشت خط بودین، ولی گفتم که نکات اساسی مطرح شد که مشغله بسیاری از مردم هست، مسئله اساسی اکثریت عظیم مردم هست، دردهای مشترک همه مردم هست، فقر، بیکاری، فلاکت، گرانی و بی‌تأمینی. چند دقیقه به پایان برنامه باقی مونده، من سعی میکنم که تا تلفن بعدی بیاد یه دونه تلفن دیگه هم میتونیم بگیریم از اتاق فرمان، بگم روی این جنبه ها صحبت کنم. دوست عزیز این اواخر اومدن صحبت کردن، گفتن که میگن 10 دقیقه به پایان برنامه مونده، گفتن از جنبش سبز و نوریزاد و سران جمهوری اسلامی و اینها و اینکه مردم اسیر یعنی درد مردم اینه که دچار فقر سیاسی هستن. راستش من فکر نمی کنم که مثلا تو سال 88 مردم واقعا مسئله شون یعنی حتی 1% مردم ها مسئله شون این بود که مثلا نخست وزیر سابقی که گمنام بود موسوی بیاد بشه رئیس جمهور.
معلوم بود اگر موسوی میومد چی میشد؟ میشه چیزی مثل احمدی نژاد، مثل روحانی، شبیه هم بودن. آیا تردیدی داره کسی؟ طرف اومده بود میگفتش که بازگشت به دوره خمینی، یعنی کشتارهای سال 60، سال 67، جنگ، نمیدونم سرکوب، خفقان. مسئله اینا میدون چیه؟ مسئله شو این بود که میگفتن آقا جان ما رو همه به اصطلاح حواشی جمهوری اسلامی رو بیارین مثل دوره خمینی جمع کنین علیه مردم. دو خردادیا، جنبش سبزیا، اینا مسئله شون اینه. همین نوریزاد، اینا یه دوره همشون در رکاب خمینی بودن، الان بیرون رونده شدن تو رقابت قدرت، میگن بازگشت به دوره خمینی. و واقعا هم آرزوشون این هست که جمهوری اسلامی رو برگردونن به دوره خمینی. میدونین چرا؟ برای که جمهوری اسلامی الان شکافای عمیقی برداشته. اینا منتظرن گلوی همدیگر رو بجوهن، سر همدیگر رو ببرن و این جنگ قدرت توشون جریان داره. همین الان نگاه کنین علیه مذاکرات نمیدونم ژنو و فلان اینا چی دارن تو روزنامه‌شون می‌نویسن. بنابراین ربطی به مردم نداره. ربطی به مردم اگه داشته باشه اینه که اینا میخوان جمهوری اسلامی رو، نگران آینده جمهوری اسلامی خودشون هستن. و من فکر میکنم که، و تردیدی ندارم که، اکثریت مردم اینو میبینه. اینجور نیست که مردم آرزو، کسی آرزو داشته باشه که صبح پاشه رئیس جمهور مثل اصطلاح موسوی باشه یا کروبی مثلا رئیس مجلس باشه دوباره، یعنی بازگشت به دو سال 67 65 66. کسی هست جز یه مش پاسدار جمهوری اسلامی که این آرزو رو داشته باشه؟ حالا اگه مردم ظاهرا دنبال اینا میافتن یا افتادن به یک مفهومی، یا ظاهرا به خاطر اینکه میخوان شکاف بندازن جمهوری اسلامی، امکانی به وجود بیارن که بالاخره اینجوری هم شد. اگه یادتون باشه روز عاشورای سال به اصطلاح 9 دی یا 6 دی که همزمان با عاشورا بود، زدن عکس خمینی رو، مردم آتیش زدن، صدای همین حسین شریعت مداری و بقیه در اومده بود و همه اینها، و موسوی و کروبی و اینا هم خفه خون گرفتن به خاطر اینکه دیدن مردم این نظام رو نمیخوان. این واقعیتیه. ولی من میخوام بگم که در این حال این اینجور نیست که دقیقا مردم درست عمل کردن. دیگه یه دوره با همین هدف دنبال خامنه خاتمی که دوره موسوی اینا، جمهوری اسلامی با همین شیوه ها، با همین اشتباهی که مردم میکنن، داره هی برای خودش عمر میخره. ما نباید این فرصت رو به جمهوری اسلامی بدیم. مطمئن باشین شما مردمی که اومدین فریادتون از فقر و گرانی و سرکوب و خفقان و اعتیاد و تنفروشی و اینا بلند شده، مطمئن باشین 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه باز تظاهرات و انقلاب علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. ولی با چه شعاری این بار میریم تو خیابون؟ با شعار مرگ بر ولی فقیه یا مرگ بر دیکتاتور فقط؟ حتما باید مرگ بر دیکتاتور گفت، ولی مرگ بر جمهوری اسلامی. درد مشترک مردم، یکی اومد گفت، یکی از دوستان، که حکومت جمهوری اسلامیه. ولی وقتی میگه مرگ بر جمهوری اسلامی، نه اینکه یعنی آخوند بره، نه اینکه یعنی خامنه ای بره، یعنی کل بساط اینا باید جمع بشه، کل قوانین اسلامی باید تو زندگی مردم پاک بشه، دخالت مذهب تو زندگی مردم باید برچیده بشه. گفتم یه نکاتی رو شما اشاره کردین، نکات اساسی رو، یه نکات اساسی رو اشاره نکردین. تبعیض علیه زنان تو این بحثا نبود یا کم بود، یا تا اونجا که من یادداشت کردم نصف اون جامعه رو انسان حساب نمیکنه این حکومت، و مدام دارن تحقیر و توهین روشون است. متاسفانه زنها تو این برنامه کم اومدن. حجاب اجباری، نمیدونم حق حضانت، ازدواج با فرزند دختر خونده و هزار تا قوانین دیگه، جداسازی زن و مرد تو دانشگاه، تو ورزشگاه، تو همه جا. این یعنی آپارتاید تمام عیار علیه بخشی از نصف مردم اون جامعه، چون جمهوری اسلامی است. زن نباید بره تو حتی ورزشگاه ورزش تماشا کنه. این مال دوره توحش هم عقب، اگه 1000 سال برین عقب
هنوز عقب مونده های مثلا قبایل عقب مونده هزار سال پیش این نوع سنت سنگسار و قصاص و جداسازی زن و مرد و فلان اینا رو داشتن. اینا رو آوردن تو قرن 21 تو این جامعه دارن پیاده میکنن. معلومه که یه فشار عظیمی رو زنان اون جامعه داره میاد و این درد مشترک همه ماست. فقط درد مشترک زنان نیست، حتی درد مردم هست. حالا بهش میپردازم چند دقیقه که مونده. زندانیان سیاسی، ما الان تعداد زیادی زندانی سیاسی داریم، کارگر، دانشجو، مخالفین، دگراندیشان به اصطلاح و کسایی که بالاخره مخالف این حکومت بودن یا حتی مخالف این حکومت تلقی میشن از جانب این. کسی که موزیک گوش کرده، کسی که تو اینترنت فیسبوک داشته، بلاگ داشته، نمیدونم اینا میگیرن و بعد به یکی از جوانایی که به حکم سب النبی دادن که یعنی توهین به نمیدونم پیغمبر کرده تو اینترنت، کرده یا نکرده، حکم اعدام تو مشهد. اینا درد مشترک ماست. حکم اعدام، مجازات اعدامو گذاشتن، حربه اعدامو گذاشتن بالای سر اون جامعه و دارن میدوزن، چپاول میکنن. این یکی از مسائل همه ما مردم، همه ما مردم. اینجا دیگه میتونم بگم 99% مردم. و اگر ما بخوایم از اینا خلاص بشیم، راهش این هست که جمهوری اسلامی رو کلشو بفهمیم. کلشو باید جارو کرد. با این هدف باید بیایم بیرون. دوستان گفتن چهارشنبه سوری بیایم بیرون. بیایم بیرون. چهارشنبه سوری رو تبدیل کنیم به جشن و تجمع و تظاهرات علیه جمهوری اسلامی. حتما همینطوری خواهد شد. ولی با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر تا پاش، تمام جناهاش، تمام قوانینش، قوانین ضد زن، سیستم قضاییش که بعضی دوستان اشاره کردن، سرکوب و زندانش، ما باید جامعه‌ای بسازیم که درش آزادی بی قید و شرط، بدون اما و اگر، هر کی هر چی دلش میخواد علیه هر کسی میخواد حرف بزنه و کسی میتونه این جنبش و این انقلاب رو و این آینده رو جامعه رو به اونجا ببره که امروز داره محکم ازش دفاع میکنه. درد مشترک، یه دوست از دوستان عزیزی گفتن، یه بخشش این هست، مسئله رهبری اساسا. رهبر جامعه کیه؟ رهبر انقلاب آینده کیه؟ اگه شما بخواید بگین رهبر آینده کیه، باید دیگه خواستاتون چی؟ کسی که مسئلهش اینه که نمیدونم آذربایجان رو از ایران جدا بکنه، خب رهبرش ناسیونالیستای آذری هستن. یا کسی که میخواد مثلا فقط ایل بختیاری رو آزاد کنه، رهبرش خانهای بختیاری شاید باشن. ولی همه مردمی که تو اهواز و تبریز و تهران و آذربایجان و بخشای مختلف و بلوچستان و سیستان و تهران و همه جا میخوان آزاد باشن، تبعیض و تحقیر بالای سرشون نباشه، آزادی بی قید و شرط باشه، رفاه حق همه باشه، اونا رهبرشون این حزبه و این تلویزیونه و این حزب کمونیست کارگریه. اگر محکم وایساده باشین پشت این خواست، میبینین که اون کسانی که میخوان بین مردم تفرقه بندازن، که درد مشترک شما اینه که بلوچ هستین، نمیدونم ترک هستین، کرد هستین، رهبرشون خود اون کسی که این چیزا رو میگه نیست، میخواد اونا رو جدا کنه، تفرقه بندازه بین مردم، جنگ بندازه بین مردم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یه حکومت کثیف اسلامی تو این تفرقه ها سر پا میمونه، نیرو میگیره. کسی که میره تو تبریز شعار علیه فارسا میده، تو تهران هم باعث میشه که یه عده هم برن پشت سر جمهوری اسلامی علیه آذری ها. در صورتی که کارگر ترک و کارگر بلوچ و فارس و نمیدونم اینا همه یک درد مشترکی دارن. ما اینو میخوایم تاکید کنیم، مسائل اساسی مردم مشترکه. وقت برنامه میگن تموم شد. به هر حال دوستان عزیز، حرفای تکون دهنده اومدین زدین، مسائل بسیار مهم و اساسی رو اومدین مطرح کردین. اینا داره میگه که ما دردمون مشترکه و به اصطلاح زمینه و امکان اتحاد سراسری داریم علیه جمهوری اسلامی. یه دشمن مشترک داریم و اون جمهوری اسلامی هست و کل اون مفتخورایی که دور جمهوری اسلامی دارن میچاپن مردم رو و زندگی مردم رو به زیر خط فقر و محرومیت و بی‌تأمینی و بی‌دارویی و اینا، تو سن بازنشستگی و تو سن جوونی و تو همه جا. زوج جوونی اومده میگه من شوهرمو نمیبینم هیچ وقت.
من وقتم تموم شده ولی میخوام این چهار کلمه بگم و اینا تکوندنده است، واقعا تکوندنده است و به ما داره میگه که انقلاب علیه جمهوری اسلامی را همین امروز، همین امروز، و اگه بخوایم انقلاب تو انقلاب رو بتونیم همین امروز را بندازیم باید بیایم بی تردید بگیم زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد حکومتی که انسانی باشه. پشت اینا همه مردم میتونن متحد بشن. درمان، بیمه بیکاری، بیمه درمانی، حقوق، زندگی که فقر درش نباشه، مسافرت، نمیدونم، رفاه، حق تک تک مردم است، تک تک مردم بلا استثنا. تشکر میکنم ازتون که تا اینجا با ما بودین. ممنون از اینکه اومدین زنگ زدین این و این برنامه رو تبدیل کردین به یک کارزاری علیه جمهوری اسلامی و مفتخرای حاکم. کاظم نیکخواستم از استودیو لندن براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم.